درود خدمت همیهنان گرامی، اینجا رادیو تلویزیون ندا، پخش از ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی سی. امروز شنبه 16 آگوست سال 2014، ساعت 2:10 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی یا شرق آمریکاست. روزهای شنبه بعد از ظهر زمان پخش برنامه زنده خانم شهین حسینی به نام زنده باد دیکتاتوری، و الان هم زمان پخش برنامه خانم حسینی رسیده و شماره تلفن های رادیو تلویزیون ندا هم هست، 703-679-2073 یا 703-349-5011. اگر سوالی دارید یا کامنتی دارید میتونید به این شماره تلفن ها زنگ بزنید. در این برنامه رادیو تلویزیون ندا در اینترنت هم هست، www.nedatv.tv، و اگر هم صدا و تصویر نمیتونید با هم بگیرید، صداش هم به صورت آدیویی یا رادیویی whatever از www.nedaradio.us پخش میشه و that's it دیگه. این هم صندوق جدید یا آدرس جدید ندا تیوی، پیو باکس 156 Great Falls, Virginia 22066. اینم میدونی که 6 ماهی بود پی او باکس نداشتیم، حالا جدیدن از دیروز گرفتیم. خب میریم میشینیم پای سخنان بانوی گرامی خانم حسینی. درود بر شما خانم حسینی. درود بر وجود نازنینتون، امیدوارم که خوب و صحیح و سلامت باشین و روز خوبی رو شروع کرده باشین اینجا که Thank you. Welcome. همینطور هم شما. والا بگم جان، اینجا ما از فصل بهار یه دفعه 3 ماه پریدیم اومدیم فصل پاییز، یعنی تابستون نداشتیم. الان مدت‌های مدیده که یه بند آسمان ابری، باد، بارون و سرما، یعنی با اجازت اون فصل تابستون ما فقط لای پنجره ها رو یکم باز گشتیم. 2 هفته بود، یعنی تابستون همش 2 هفته بود. نه بابا تابستون هم نداشتیم، 2 هفته هم خدا پدر دیگه. نه ما هم نداشتیم، اینجا واشنگتن هم همچین هواش گرم و داغ نبود، خیلی خنک. مخصوصا دیشب، دیروز که پریروز و دیروز خیلی خنک بود، دیشب هم سرد بود دیگه، نیازی به ایرکاندیشن اینا نبود. من فکر میکنم اینا همش گلوبال وارمینگ، داره گرم میشه. آره داره هوا گرم میشه. اون آقایی کی بود؟ الگور بود؟ آره اون مردی که مسخره، اون الگوره. آره پس برای اون هم درست کردی الگور. اون الگوره، یعنی همه دنیا رو داره با این شوی مسخره زمین دارد گرم میشود. بله همش که شب و روز آقای بکام اینجا میلرزیم، دیگران رو نمیدونم ولی من با پتو میندازم رو. عجب اسمی درست کرده الگور. یا میتونی هم بهش بگی انگور. بگم جان جا سرز بود دیشب، ما به سرمون زد بلند شدیم بریم بیرون که بریم مثلا یه چیزی الکی شام بخوریم. بله بله. بعد اینجا من زیاد بیرون نمیرم، چون مگر این که بخوام این به قول معروف این بیلا رو پرداخت کنم، قبضا رو بدم، یا اینکه مثلا بخوام برم سیگارم رو بخرم، که سعی میکنم اینا رو هم بذارم مجموعاً در یک روز ماه که بقیهش بیرون نرم. دیشب رفته بودم میگه خواستم یه خرید بکنم، اینا یه پلازایی ما داریم
اینجا به نام پلازای ایرانیانه. مثلا گویی که از اول خیابون یان که شما وارد میشید مغازه ها و دکون های ایرانی هست تا ته. رفتیم که جای شما سبز کباب بخریم، دوستان بجاییم هیچی نگو که خیلی افتضاح بود. کباب افتضاح بود؟ آره باور کن بهکام، اینقدر ایرانی بود اینجا که اصلا همه تو خیابون فارسی حرف میزن، باورت نمیشه. حتی یکی از دوستان من از سوئد دو هفته پیش اومده بود اینجا، وقتی که در بردهاش خیابونیان که همینطور مثل هاج و واج مونده بود، از نونوایی بربری و سنگکی و شیرمال و نمیدونم نون مشهدی و خراسانی و از این نونایی که هست مال جو بزرگه درست میکنن گرفته تا کشک و آردن و خوچی و مربات و هر چه غذایی که فکرشو کنی، بله و رستوران های تمام شهرهای ایران از شمال و جنوب و مشرق و مغرب، یعنی اصلا دیگه چیزی که نیست اینجا در این منطقه که داری حرکت میکنی چیزی به نام یعنی کانادایی پیدا نمیکنی. نه دیگه همه دوستان بلنداکس مای بدبخت بیچاره رو در به در و آواره کردن، پرتمون کردن توی این قطب شمال، حالا که چاپیدن و خوردن و ما رو به روز سیاه نشوندن پولا رو کردن تو کیسه را افتادن اومدن اینجا. به جایی رسیده که دنبال این میگشتیم که ما بتونیم یه چهار دیواری پیدا کنیم برای خریدن، دیدم یه عزیز دیگه، خب بالاخره من سال هاست تو این شهر ساکنم، خیلی از هموطنان قبلی رو میشناسم، دیدم داشتم صحبت میکردم برای اینکه یه خونه پیدا کنه یا حداقل مثلا یه 400-450 هزار دلاری بینا. برگشت گفت خانم فلانی اصلا حرفش نزن. گفتم چرا؟ گفت برو از 600-700 هزار به بالا، چون اینجا برای خونه های 2-3-4 میلیونی با پول کش نقد توی این سامسونیت ها میان، همونجا که میبینن همونجا نقد خرید میکنن و میرن. بله مارکت رو اینا بردن بالا دیگه، چون پول فراوان آوردن. و خانم 37 سال میگذره، اگر این بابا مثلا اون موقع رفته شده پاسدار مثلا 20 سالش بوده الان بازنشسته شده، یک عالمه حقوق و نمیدونم زیر میزی و رو میزی و کنار میزی ها همه رو جمع کرده میان اینجا دیگه. به هر صورت میخواستم بهت بگم اینم از بیرون رفتن من که اصلی بهت بگم بهکان، دو سومشونم روسری و مانتوی که دیگه مانتو نمی پوشن، از این مانتو کوتاه هست که تو ایران مدم شده، شال و شلوار و اینا با حجاب اسلامی چلیک از این ور به اون ور از این ور به اون ور، پسر اصلا حیرت میکنی. خب بابا جان ننه شما که میخواستیم با جمهوری اسلامی موافقین و حجابتون هم حجاب اسلامیه، اینجا اومدین چیکار؟ به اینا دار و دسته اون پکی ها پاکستانی ها و بنگلادیشی ها و افغان رو اضافه کن و عربا، ببین دیگه این شهر چه شکلی شده. اینا همش نمیدونم این عقیده کی بود، آیدیای کی بود، من یه چیز چی میگن یه جایی شنیده بودم که اینا همه زیر سر همون سناتور کندی بود، بله. دام و خمره. بله درست میگم یا نه؟ درسته. بله. این بوده که و یک حالا لایحه میگن قانون میگن چی توی مجلس همین هاوس آف ریپرزنتیو یه امندمنت چیه یه قانون درست کرده بود که بگذارن از کشورهای جهان سوم آدم ها بیان اینجا، سیل آدم ها مثل الان برای همین شما هر چی خارجی در آمریکا میبینید یا از پاکستانن یا
چرا صدای میکروفون، بله صدای میکروفون درست کن، بله. یا از پاکستانن یا از سومالیان یا اتیوپیان یا تمام کشورهای جهان سوم که کشور خودمونم یکیشه. حالا از ایران کسایی که اومدن، خب اینا انقلاب شد اون روز اول، یه عده خب فرار مجبور شدن که فرار کنن یا کوچ کنن بیان اینجا هرچی هست، ولی بعدا میبینیم که همه هم همینجوری دارن راه میدن و میان تو. مثلا اون موقع اوایل انقلاب بود دیگه، اون 5 سال اول 6 سال اول که شدیدن بکش بکش میکردن، ما نمیدیم اینجا سازمان ملل بیاد قرعه کشی بکنه، مثلا یه جوادی رو مثلا از ایران برداره بیاره اینجا، یه همچی چیزی وجود نداشت. ولی الان میبینیم چپ و راست همه میان به وسیله سازمان ملل. من نمیدونم چی شده به سازمان ملل بعد 30 سال 35 سال مثلا میره اونجا قرعه کشی میکنه، واتس گوین آن نمیدونم اینا. و همین برنامه تو تمام کشورهای جهان سوم هست و حالا منظورشون از این کار چیه، چرا این کارا رو انجام میدن، اون دیگه گاد نوز. مثلا از کشورهای درست حسابی مثل سوئد یا سوئیس یا فرانسه یا تمام کشورهای پیشرفته اینجور شما آدم اینجا نمیبینی اومده باشه. درست در این 30 سال گذشته تمام از کشورهای جهان سوم همه با همون لباسهای محلی خودشون و اتفاقا این راجع به قانون امیگریشن که اینجا اوباما گفته به همه اینایی که اومدن باید چیز بکنن، به کاراشون رسیدگی بکنن، اینا بعد شایع شده که میخوان به اینا همه سیتیزنشیپی بدن، بعد میگن یه عده از خارجی هم ناراحت شدن گفتن که ما این همه سختی کشیدیم، مثلا 10 سال صبر کردیم تا بتونیم حتی گرین کارت بگیریم، حالا این یه عده همینجوری از مرز رد میشن و دولت آمریکا به این راحتی میخواد به اینا مثلا اجازه اقامت و سیتیزنشیپی اینجور چیزا بده. راجب این صحبت میکنم تو اخبار، بعد رفتن اینترویو کردم با یه خارجی گس وات، این بابا مثل که از پاکستان بود یا از بنگلادش یا چیزی، بعد با همون لحجه گفت This is very unfair, we shouldn't do this. خلاصه چی میگه؟ یا خیلی جالب بود، یه قانونی مثلا گذاشتن برای اینایی که مثلا حتی سیتیزن هستن، بله، اگر که مثلا بفهمن که از اینجا رفتن و یه یک کشور دیگه یا کشور خودشون دارن زندگی میکنن و اینجا نیستن، تابعیتشون رو لغو میکنن. بله یکم هیچکی نیومد جز تظاهرات جز ایرانی ها. ای بابا متوجهی دارم چی بگم؟ آره چون خود ایرانی همه اونم مال دسته یه دوستان بلنداکس که اینجا هستن ها، بله بله، ایرانی های حتی معمولی یا اونایی که قدیمی اومدن گرین کارت اینجا رو دارن ولی میرن تو ایران زندگی میکنن. آره پول و خدمات و دارو و همه چیزی هم از اینجا میگیرن، خصوصا اونایی که سنشون بالاست، بله بله، شامل به اصطلاح شهروندهایی هستن که ارشد هستن، سنشون بالاست، اینا دیگه خیلی چیزا بهشون تعلق میگیره دیگه، بله اینجا میگیرم اونجا حالشون میکنم. حالا بگذاریم فقط پاکستانی ها نفهمن یو بیا This is not right, you shouldn't do that. آره you shouldn't. با بریم شروع کنیم برای برنامه امروز. خواستم یه خورده روحیه شما عزیزان تغییر پیدا کنه، چون هر وقت که میام روی برنامه انقدر که این مغز و قلب آدم جریحه‌دار میشه و پر میشه و دیوانه میشه که ناخودآگاه با جیغ بنفش میومدم روی خط. امروز با خودم گفتم که بذار یه خورده آرامش قبل از طوفان داشته باشیم. بله حاصل این یه مدت یه هفته که من این برون برا رو چک کردم و نگاه کردم و یه کوچیک اطلاعاتی برای شما آوردم،
در بعضی جاها به حدی متأثر شدم که متن برنامه امروز رو، یعنی هر دفعه که میخوایم آگهی های برنامه رو بفرستم، یه سرخطی براش میزنم، به قول معروف یه سرمشق برای اول برنامه میذارم. برای برنامه امروز انقدر که با این صحنه های دردناک مواجه شدم، برداشتم نوشتم زمین را طوفان نوح دیگری باید، زمین را طوفان نوح دیگری باید که اساس آدمیت در هم پیچید. سن به هر طرف که شما نگاه میکنید انقدر این فاجعه ها دلخراشه. بله، باور کنین، میخواین حالا باور کنین میخواین نکنین، اگر انسان باشین میفهمین من چی میگم. سینه من کیپ میشه، اصلا انگار این راه تنفسم بسته میشه، ناخودآگاه نمیدونم چی بهتون بگم. بذاریم بریم سر برنامه که من سعی کردم چند قسمتش کنم که قاطی نشه. به جز اون مسائلی که روزمره داره میگذره، الان دو تا چیز علم شده توی این اپوزیسیون. مثلا یکی این جریان مثل هر سال عاشورای احمد آباد همون انگور آباد بریم. یکی هم این جریان داعش و به تبع اون سینه زدن هموطنان ما تحت عنوانی که آقا یک قبیله‌ای در کردستان سوریه هست به نام ایزدیان. بعضی جهام یک کمی خجالت میذارن کنار، مینویسن یزیدیان. باید یک اطلاعاتی، یک اطلاع کوچیکی به شما عزیزان میدادم، یکی در این مورد، همونطور که قبلا یک اطلاعی دادم راجع به این دار و دسته آل خلیفه که اسمشونم، اسم دینشونم یارسانان. اینا کی هست؟ یارسانان رو تو برنامه خودت برات گفتم. این یارسانان یه درویش هایی هستن که از ادغام ادیان مختلف یه آش هردنبیلی درست شده. خب حالا ما کاری نداریم، هر کس میخواد هر جوری فکر کنه، هر کی رو میخواد خداش کنه، ما رو سننه. فقط این بند و بساط ملغمه شون رو توی جاهای دیگه راه نندازن و باعث نابودی یک کشوری نشن، تا اون موقع برن به قول معروف هر چی دلشون میخواد قمه بزنن تو سر خودشون، هر چی میخوان خودشون انقدر زنجیر بزنن پوست تنشون بکنه، نمیدونم به کزاز و کوفت و زهرمارم بگیرن و بزنن تو فرق سرشون بشکافن، اینا رو هر کاری دلشون میخواد بکنن بکنن، خوبه. ما اصلا مخالف اینا نیستم، معذرت میخوام، توهین نیستا، ولی یه اولاق کمتر نفس جهان راحت تر. اما از اونجایی که این اومد همیشه در صحنه ما عادت دارن به محض اینکه یه چیزی به گوششون میخوره آنچنان انامون اختیار از کف میدهند و کاسه داغتر از آش میشوند که بیا و بپرس. از نظر انسانی دو وجه داره، یکی از نظر انسانی، یکی از نظر شعور این دوستان. از نظر انسانی حمله کردن یک گروه خودساخته نظامی توسط کشورهای غربی برای تسویه قومی و نژادی این اشکال داره، اشکال که نداره داره هیچ. این جنایاتی که اینا با پروانه غرب دارن انجام میدن، همونطور که در سوریه و مصر و اصلا کلن کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه و افغانستان و جای دیگه انجام دادن و باز توسط روسا
در کردستان کریمه و شرق اوکراین داره انجام میشه و چچن، همه اینا رو، حتی عربستان در قسمت مرزش با یمن که چه به فجایع به سر آدمای در میاره به اسم شیعه. ببینین من از جهت فقط انسانیش دارم صحبت، از اون جهت شدیداً مخالف و منزجر. اما اگر بخواد هر چیزی وارد این معرکه بشه، شما مثل یه نخل خرما یا یه برگ چغندر بگیرین دستتون، سینه بزنین، آه او کنین، اوه کنین، و مملکت رو باد و آب و آتش برده، شما سینه برای منبر کسی دیگه بزنین، اونجا من باش اشکال پیدا میکنم و ناچار میشم که بیام یه خوده ببخشین با کمال احترام گوشای شما رو بپیچونم. ولی پیش از اینها، البته عکسش روی صفحه ندا تیوی گذاشتم، رو صفحه خودم هم هست، یه مطلبی برخوردم یادم افتاد. من اون دفعه پیش که من این مسئله در جریان بود، به قدری متاسف شده بودم که نگو متاسف شده بودم، و چون متاسفانه تعداد این کشتارها و جنایتها انقدر ابعادش بالاست که آدم هر روز نمیتونه به خاطر بیاره. آقای بیگم اگر ممکنه عکس عاطفه سهاله رو بذاری رو صفحه شما گذاشتم. من تلویزیون شما رو نمیتونم بگیرم به خاطر اینکه میترسم صدا چیز خراب بشه. بله پخش بشه. باشه. اینم عکس این خانم. ازت سپاسگزارم. بالاش یه متن نیزدم، نوشتم تک شماهایی که در آوردن این جمهوری خونین و ملاهای ننگین شرکت کردید، دستتان به خون بیگناهانی چون عاطفه و هزاران هزار عاطفه دیگر آلوده است. به خواب مرگ رفتید و نمیبینید که تقاص جنایتهایتان در حق این سرزمین را پرداخته و میپردازید، چه در ایران چه در هر کجای دنیا که بروید، مرگ و نیستی به دنبالتان خواهد آمد. وقتی که عصبی یا ناراحت من میشم و محکوم میکنم و داد میزنم و یه عده رو شور دنبکراسی و حقوق حشر رو از این لاتاولات شرورها میگیره و نمیدونم به نصایحی از قبیل این که آقا اینو نگو، آقا اونو نگو، آقا مثلا چنین چیزی رو ادامه نده، اثر نمیذاره در من و اونطوری با خشم حرکت میکنم، به خاطر این عزیزانه، کسانی که این ننگ رو، این طاغوت سیاه رو بر مملکت ما نازل کردن، از اون بی بسم الله چه داخلی چه خارجی و تا الان از دید من محکوم به مرگم. من اصلا با چیزی به نام مخالفت با اعدام و نه به اعدام و از این چیزا موافقتی ندارم. جرثومه هایی که مسبب قتل، مرگ، گرسنگی، فقر و فحشای یک ملتی شدن و هنوز هم تو این صراط نحس حرکت میکنن، حکمشون حکم اعدام. تموم شد. باید جهان یا از وجود این جرثومه ها پاک بشه یا خود جهان از بین میره، همونطور که داریم میبینیم به سراشیبی افتاده که شما چشمت و هر جا میگردینی همینا رو میبینی. عاطفه 16 سالش بود،
بهش تجاوز کردن. فیلماش هم دیدی. البته من رفتم فیلمو بردارم، دیدم فیلمو اون WC گذاشته، WC هم فیلمو از روی صفحش برداشته. خیلی جالبه ها. یعنی مرگ جنایت در حق یک دختر 16 ساله رو این بی‌هویت‌ها و با بی‌حیثیت‌ها نتونستن تاب بیارن، برداشتن از روی صفحه اخبار اطلاعاتشون. یه دختر بچه 16 ساله رو بهش تجاوز میکنن و بعد فیلمش دیدین که اون آخوند کثافت چجوری باهاش حرف میزد، بعد میبرنش وسط شهر میکشنش بالای دام. چرا؟ حالا جالبم از اینی که این جریان درست در زمان همو خاتمی رجاست فریبا خاتمی اتفاق افتاد و بدبختانه و شوربختانه و کوفتبختانه تر از اینی که این باباهای همولایتی به اصطلاح من که ننگ دارم اینا رو ایرانی بدونن، نه تنها میرن برای خاتمی، اونم نه یه بار دو بار سینه میزنن، بلکه میرن مسئول انتخاباتی همین این فریبکار خاتمی و همون سید حسین موسوی خامنه که یه سکینه یه که انقدر توالت میکنه که عکساشو که مینداخت همین کرم پودر رو ماتیک و روژ و همه چیزش داشت از صورتش شره میکرد، به اسم هلیا صدیقی. اونو میبرنش حلوا حلواش میکنن. وه که چقدر شما خاک تو سری که عاملین جنایت رو برای اینکه از قافله عقب نیفتین تکرار میکنین و پرستش میکنین. نوار سکینه رو میزنم، آه باران میآمد و من از پشت پنجره به فضله های موش که در کنار باغچه افتاده بود گریستم. این تلویزیون اون تلویزیون، این رادیو اون رادیو. کدوم راجب حلبی؟ شماها موجودات ابله و احمقی هستین. اینو با خیال راحت و آرامش خاطر میدم، چون اشخاصی که برن قاتلین و متجاوزین و شرف برباد دهندگانشون و ستایش تأیید و تبلیغ کنن، یاقتشون همون فکر میکنید در از این سالها چقدر امثال آتفر اینطوری کردن. شما نه غیرت دارین، نه شرف دارین، نه آبرو دارین، هیچی ندارین که بیاد شیخ ابوظبی روی اینترنت عکس دخترها و پسرای جوان زیر 17 سال رو بذاره و بگه به مناسبت حراج نوروزی قیمت‌های اینها کمتر داده می‌شود و بعد تأکید کنه که اگر اشکالی داشتن شما می‌تونید اونا رو پس بدید. انگار شورت و کرست خریدن و فتح بند. و با تأسف وحشتناک‌تر این جریان سال‌هاست، نفکر کنی الانه که من دارم بهتون میگم، و بعد بیان عکسای بچه های 3 ساله 4 ساله تا 6 ساله رو بذارن از پسر و دختر باز روی اینترنت برای فروش و باز زیرش اضافه کنن چون اینها خردسالن و تعلیمات رو درست نمیتونن بگیرن، اگر هر اشکالی دارن با خود خریداره. ای توپ به روی شما بیاد.
وارانتی نداره یعنی. آره ببین بکام، بله، به عمق فاجعه نگاه کن. بله اون وقت یک مادینه کثافتی اومده بود رو خط به من اعتراض میکرد که من از ناراحت داشتم دیوانه میشدم، مال چند سال پیش بودم که تازه شروع شده بود. وقتی داشتم گفت خانم خواهش میکنم چرا با صدای بلند حرف میزنین، چرا جیغ میزنین؟ آخه پدر سگ بیناموز، جیغ من و داد من صدای اون بچه هاییه که معذرت میخوام با فلان چندین کیلومتری یه مش عرب بدو جلو و عقبشون یکی میشه نعره درد میزنن و میمیرن و صداشون از پشت اون دیوارا به هیچ جای دنیا نمیرسه. میدونین وقتی اعتراض شد که ما به مجامع بین‌المللی اعتراض کردیم چی گفتن؟ همین سازمان دول کثافت گفت ایشون جز معاهده فلان بهمان بیچار نیست پس میتونه. کی جز معاهده نیست؟ همون عربه؟ امارات. امارات. بله. همین جایی که اینا میرن پولاشونو میریزن دبی، دبی ابوظبی و شارجه و دبی و الفجیره و اینا میرن میریزن و زنا و دختراشونو میدن و میان همینجا. همینجا جز اون قانون مال حقوق حشره، نمیدونم مال سازمان ملل، ولی چه کوفتیه که گفتم ما نمیتونیم اعتراض کنیم. مثل الان اسرائیل دیگه که یه بلیون موشک کلاهک اتمی و کوفت و زهرمار داره، میگن جز چون پیمان منع گسترش کوفتای اتمی نیستش ما نمیتونیم بهش اعتراض کنیم. مثل کره شمالی. پس این یعنی خودشونو چیز ما این اصلا مکسنس نمیکنه. با اون کشوری که میاد جزء پیمان میشه یعنی میخواد انسان باشه، اون اذیتش میتونن بکنن. بله اونایی که نیستن نه. پس یه کلک یه کچتونی تو هست اینجا دیگه. اونایی هم که زور مدار و قدرت مندن که اصلا تو نمیتونی بهش اعتراض کنی. بله این از این بانوی گل نمیدونم چی بگم هموطن شمالی ما که اینطوری به این فجیعی از بین رفت و کشته شد و هیچ جای دنیا هم هیچ خبری نشد. با این فجایعی که در ایران داره میگذره 35 ساله، حالا میبینیم که یهو یک عده‌ای از هموطنان ما توی تمام صفحه های اینترنت و این ور و اون ور آنچنان سینه ای از این یزیدیان یا به قول اینا ایزدی ها میزنن که بیا ببین. یکی میگه که همه کردا، یکی میگه ما باید بریم فلان، یکی میگه همچین. آقا اصلا آقای بهکام اینا نمیدونن نمیشناسن این سنگی رو که دارن، این اصلا این تابوت رو که دارن سرش سینه میزنن چه مرده ای توشه یا اصلا مرده هست. و من مجبور میشم به جای اینی که برم سراغ این مسائل بیام سراغ چیزهایی که اصلا به ما ربطی نداره. میگم شما میتونی از نظر انسانی اعتراض کنی، ولی اینی که این فوری ببندیش به بند قبای من که من اصلا قبایی ندارم اون خیلیه دیگه. خیلی اولا میخوام یه چیزی به شما هم بطنانو بگم، یک نکته های کوچیک. ابراهیم کجا متولد شد؟ اهل کجا بود میدونی؟ لیست دیگه تو همون تو بابه. بابه اوکی بابه همون جایی که بختان نصر بود.
ابراهیم اونجا متولد، یعنی اهل اونجاست. یعنی امروز میشه کجا؟ اون همین عراق دیگه. بله اوکی. اون موسی اهل کجا بود؟ متولد کجا بود؟ مصر. موسی یه یهودیه متولد مصر بود. مصر. خب عیسی مال کجاست؟ عیسی رو اگه نگاه کنی بیت لحم یا همون اورشلیم از شهرهای ایالت ناصره در منطقه یهودیه به دنیا آمد. آه پس برای همون بهش میگن نظره، همون ناصره است نظره. آره یه جایی یک ایالتی به نام ناصره توی یک منطقه تو اون شهر تو ایالت به نام منطقه یهودیه، اما میگن میشن کرانه کرانه باختری، اما اردن که میگن بله، یعنی میخوام بهتون بگم توی یهودیه یا ناصریه به دنیا یوسفشون در کنعان به دنیا، محمدشون هم در مکه به دنیا. آقا جان اصلا شما این منطقه رو نگاه کن، به غیر از یه دونه موسی که توی مصر بود یعنی شمال افریقا، بقیه همین تو همین منطقه یا یروار خاورمیانه 124,000 پیغمبرم از اونجا اومدن. حالا بگذاریم از این که تو ایران 10,000 تا امامزاده درست شده، مثل این که بچه هاشون و نوه هاشون مهاجرت کردن، مثل ما ها که مهاجرت کردیم اومدیم اینجا قبرستوناش پر شد از ایرانیان، اونا هم مثل این که مهاجرت کردن اومدن ایران. خب ولی مسئله ای که من میخوام به شما عنوان کنم، اساس این ادیان ابراهیمی که دارن الان جهان رو مثل جزام میخورن همه از یک منطقه بلند شدن. این کیه ارمیاس، اون کیه یوحناس، اون کیه نمیدونم سلیمان، اون داووده، اون دانیال، اون نمیدونم اشعیاس، اون بابا دیوانه شدیم، دیوانه شد. حالا این همه ادیان و این زرتشت و اینا که همه اومدن قاطی شدن، اون جریان یارسانانه که براتون گفته بودم، اولین بار من میدیدم که یه ملغمه ای رو قاطی کردن توی دیگه هم زدن کردنش یارسانان. یارو میگه من مسلمانم مسلمان نیستم، مسیحیم مسیحی نیستم، این هستم اون نیستم. برای سر این مسئله ما اومدیم ببینیم این یزیدی ها یا ایزدیان که کردنش اینا کی هستن. من این مطالب رو برای شما میخونم، شما هر جور دلتون خواست قضاوت کنیم. و در ضمن بازم دوباره بهتون میگم مسئله انسانی که یک عده انسان رو بکشن و تجاوز کنن و اونطوری آواره و در به در کنن یک سمته، یعنی اصل جریانه اینی که از این بعد بخوان اینا توی قبای من بچپونن که آقا ایرانی کرد فلان بهمان بیزار، این یه مسئله دیگه است. آقا تو کت من یکی نمیره، اون حسابش جداست، این حسابش جداست. اینا یه اقلیت مذهبی هستن که توی عراق، سوریه، ترکیه، قفقاز و ایران، قسمت‌های غربی ایران زندگی می‌کنن. حالا این دینه چجوری درست شد؟ اومدن برایش یه تاریخ درست کردن، گفتن اینا از دوران قبل از اسلام اومدن، در صورتی که دروغ گفتن. اجداد اینا به وسیله یک کسی به اسم شیخ عدی، عدی پسر صدام حسین یادتون میاد؟ عدی بله اینجا بودم عدی باید چون دارم من اسما رو درست نمیتونم بگم. عدی این از عمویان پسر ابو سفیان میشنبی؟ بله. میخوام جاهای چیز رو براتون نگم، جاهایی که سمت و سو داره رو احتراز کنم و برم اون قسمت های اصلی رو براتون بگم.
اینا اعتقاد دارن، میگن که اصلا از نسل آدم هستن. درسته؟ و جالبه در اینی که میگن مال از نسل آدم هستن، تاریخ مذهبشون میگن مال 4000 سال پیشه، که توی این بین النهرین یا میان رودان به وجود اومده. برای نمونه ببین، عقاید یزیدی ها یا ایزدی ها تلفیق از مذاهب گوناگون است. برای نمونه آنها مانند زرتشتیان، مانند کلیمیان، به قربانی و نزورات، مانند مسیحیان به غسل تعمید و مراسم عشای ربانی و عروس در لباس سرخ از کلیساهای مسیحی بازدید می کند و مانند مسلمانان یهودیان ختنه، اعتقاد به تناسخ و سیر تکاملی روح از طریق زایش های پی در پی دارد. پس قربانی می کنند و نذر و نذوراتشون مثل زرتشتی ها و کلیمی هاست. غسل تعمید میدن افرادشونو عین مسیحی ها، همون عشای ربانی، مراسم عشای ربانی، عروسشون هم تو کلیسه ها با لباس سرخ میکن. مثل مسلمان ها باباز کلیمی ها معتقده به ختنه هستن و باز اعتقاد به تناسخ دارن. میگن این روح هی باید بیاد بمیره بری یه تن دیگه درات، بیاد بمیره بری یه تن دیگه بیاد درات تا کامل بشه. درست این همون کارمایی که برای شما صحبت میکنن. راستشی بخوای من با این کارما موقع آشنا شدم، یکی برگشت به من گفت تو به کارما اعتقاد داری؟ گفتم والا راستش نه نمیدونم. گفت نه تو در دوره نهم هستی. گفتم یعنی چی در دوره نهم هستم؟ گفت یعنی نه بار آدما میانه میمیدن تا کامل بشن و برن و تو در دوره نهم هستی، یعنی دیگه بر نمیگردی. گفتم فتبارک الله احسن و قارمه، خدا رو صد هزار مرتبه شد من همون یه دفعه که این دنیا رو دیدم بستم، دیگه نمیخواد دو مرتبه برم گردونم. بله من الان این علامت یزیدی ها رو هم گذاشتم روی صفحه که دارین شما صحبت میکنم، مال مذهبشون رو دیدی؟ یه تابوسه. بله یه تابوسه و با یه هلال ماه زیرش و آره چند تا عکس مسجد کلیساس چیه میگه ما این یزیدی ها روزی 5 بار مثل مسلمان ها نماز میخونن. اون وقت ولی که قبرشونو به سمتی که خورشید طلوع داره میکنه یا به سمتی که خورشیده به اون سمت نماز میخونن. وسط زور که میشه که نمیتونن کلشینو بکنن رو هوا نماز بخونن، اون موقع میان به طرف اون قبر شیخ عدی بن مسافر به اون طرف نماز میخونن. گوش بدیم ببینیم ما چقدر انسان ها بدبختی. من از لحاظ بدبختی ما خودمون میگم، نه لحاظ اینی که این درست یا غلطه، هرچی میخوام بکنم بکنم. دو تا اون کتاب مقدس دارن، یکی کتاب جلوه دارن که مثلا تو اونا اصول دینشون رو نوشته، یه کتابی دارن به نام مصحف رش یعنی کتاب سیاه که تو اون دعاها و وردا و اینا رو نوشته. علویان، کاکی ها یعنی اهل حق و شیدلی ها که همگی در مناطق کردنشین ایران، عراق، ترکیه، سوریه و نواحی همجوارشان زندگی میکنن، از این دست مذهب به شمار می روند. گوش کردی؟ به همه این وجه مشترک را دارند که از سوی آداب نیایش جمعیشان همچون نذر و نیاز و قربان به دیگر شباهت دارد و با صوفیان مسلمان مشترک است. و دیگر این که گرچه پیروانی از میان ترکان و عرب هم پیدا کردند، مرکز عمده نشو و نمایشان کردستان عراق بوده و فرهنگ و زبان کردی رکن مهمی از آیین آنان است. متوجه شدیم؟
آخ 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 شما میبینین که چجوری براتون. خداوند به ادعای خود مشابه باور معمول ادیان اسلامی انسان را از آب و خاک آفرید، در حالی که به باور خود خداوندی خدا فرشتگان درگاه ابدیت همه از جنس آتشند و آتش به باور آنها بر گل ممزوج آب و خاک ارجحیت دارند. خب از این رو وقتی خداوند از همه فرشتگان بارگاهش از جمله ملک مقرر طاووس یعنی شیطان میخواهد که در مقابل ساخته دست او آدم تعظیم کند، ملک طاووس از این دستور نابجای ایزدی سر میپیچد و از همان زمان سر به شورش میگذارد، شورشی که تا به روز هشت ادامه خواهد داشت و یزیدیان آن را شورشی برحق و از روی حکمت خدا میدانند و شیطان را لعن نمی کنند و معتقدند که در آخر زمان او مشمول لطف و بخشش خواهد شد. تصاویر ملک طاووس همه جا در مقابر زیارتگاه‌ها و گورهای یزیدی‌ها وجود دارند. ببخشید اینو یه خود اینجا خیلی سریع رفتید، پس این یزیدی‌ها معتقد به شیطانن نه؟ آره میگن اون فرشته خداونده. وقتی که به چیزات به آدم تو سجده نکرد خداوند مقامشو بالاتر برد و امور جهان رو به دست شیطان سپرد، یعنی ملک طاووس. او پس اینا به شیطان میگن ملک طاووس؟ آره قربانه. اوکی ام جست خب برای همون اون عکس طاووس هم دارن میشه. آره دیگه بهش میگن ملک طاووس. قربانت برم. من نمیدونم طاووس مظهر شیطانه، نمیدونم. خلاص نمیخوام زیاد وقت بگیرم. بله. و فقط یه چیز جالبی پیدا کرده بودم از به اصطلاح چیزهایی که اینا بهش معتقد هستن، کارهایی که انجام میدن. اگر چیز جالبی از فرست تایم این اتفاق، من فکر کنم مهمترین جاش همینه که یک چیزی را آدم خوب بشناسه، یعنی اطلاعات دیگه زی انفورمیشن. بالا من خیلی ممنون از شما که اینا رو گفتید. اصلا نه از این چیز مسئله، من اصلا روز به روز که میذره هی ما من کشورهای نمیدونم گمشده اینا رو که میبینیم. حالا یه جای دیگه هم هستش که من روی این، حالا اینا کرد هستن از نظر نژادی کردن این ایزدی ها؟ حالا مخلوط هم هم کردن هم از عربن. بله بذارین من الان مثلا یه صفحه دیگه رو پاس کردم روی اینترنت که زده بذارین بگم انجمن پژوهشی مذهبی، بذارین براتون بخونم، زده آشنایی با فرقه یزیدیان یا یزیدیه. خب این فرقه توی روستایی به اسم لاش 26 کیلومتری موصل در عراق ساکنن. این فرقه بنا بر اعتقادات خاصی که دارن به فرقه شیطان پرستان در میان صوفیه مشهور شدن. اینا اعتقاد من نیست، من دارم من نوشته برم. بله بفهم. مؤسس این فرقه شیخ عدی بن مصطفی الاموی است، مال خانواده امویان یعنی ابو سفیان و اینا. گویان نسبت یزیدیان به یزید ابن معاویه است و گروه گویان به یزید ابن انیسه منصوب است از خوارج نهروان. خب بعد میگه برخی فرقه یزیدیان را به قبل از اسلام نسبت میدن و البته خود اونها اعتقاد دارن حتی از زرتشت هم قدیمی ترن، اما این حقیقت این است که این فرقه مربوط به قرن پنجم هجری است. در باب نامگذاری یزیدیه مشهور است که منصوب به یزید ابن معاویه می باشد. وی خود را خود یزیدی ها برانند که پسر معاویه مؤسس و موجد این دین نیست بلکه شریعت آنان تقویت و ترویج کرده
دین اونا رو تقویت کرده. یزید ابن معاویه از اسلام قدش به فکید گروید. خب میتونیم ادامه بگیم؟ یه لحظه اجازه بدید. بله بله. Hold on. Okay. البته من یه چیزی رو اینجا بگم، ببخشید خانم حسینی، این صحبتایی که اجازه بدید، این مطلب رو باید من روشن کنم بین هممیهنانمون. این مطالبی رو که خانم حسینی الان دارن راجع به ایزدی ها میگن، این توهین به دینی نیست، توهین به این اشخاص نیست، دارن معرفی میکنن. مثل این که یه نفر بیاد بگه فرزن ماشین چه بدونم فراری جدید رنگش قرمزه، چرخاش به این پهنیه، موتورش 12 سیلندره، طولش اینه، عرضش اینه و سرعتش اینه. این توهین به فراری کردن نیست. اجازه بدید خانم حسین، اجازه بدید من اینه تمام کنم. الان هم خانم حسین دارن یه اطلاعات جدیدی میدن، چون این روزا یک همچین چیزی توی رادیو تلویزیون های خارجی ما میشنویم، تو فاکس، سی ان ان و همه جا، که آره ایزدی ها، یه عده میگن ایزدی، یه عده میگن یزیدی، اینا رو گفتن. حالا this is information، نه توهینی نه چیزی، دارم معرفی میکنم. میگن یه گروهی هست به نام این و دینشون اینه، باورشون اینه و مطالب که توهین هم نگفتن این آدم های بدی هست، نگفتن آدم های خوبی هست. و اینم من قبول دارم که الان این قبیله یا گروه یا این انسان ها در درجه اول انسانن و مورد ظلم قرار گرفتن و ازشون چی میگن کشتار زیاد دادن، زناشون رو برده گرفتن، این بلایی که سر اینا اومده. و خوبه که ما بشناسیم که اینا اینفورمیشن بگیم. فردی که میاد بگه آقا تو که داری از فرزند ایزدی یا یزیدی میخوای دفاع بکنی، what do you know about them؟ شما that's why I think من فکر میکنم که این چیز جالبه که خانم حسینی دارن این اینفورمیشن رو میدن راجع به اینا. بفرمایید خانم حسینی. بکنم جان. بله. اول از این که منت خدای رو عز و جل این دوستان فرهیخته اندیشمند و والای ما میتونم برن روی اینترنت سرچ کنم، هم از مخالفشون نوشته هم از موافقشون نوشته. من نه موافق رو گفتم نه مخالف. این دوتا قسمتی که دو روایتی که از آوردم، الان بقیهش هم دیگه مجبور شدم حالا میارم، مجبور شدم حالا باید بگم. نه چیز بعد این فقط یعنی من نمیدونستم اصلا. ببینید خانم حسین، خود من یکیش، من اصلا نمیدونستم تو دنیا یه گروهی هست، یا در همون خاورمیانه بغل کشور خودمون توی کردستانمون یه گروهی هست به نام ایزدی یا یزیدی. خب اینفورمیشن یعنی اینه که بگن مثلا در مازندران یه گروهی هست مثلا اینجوریه، یا نمیدونم توی چرا به نظرشون عجیب میاد. ما الان نه عجیب نمیاد، کاری در دنیا داریم که آلت زنان و مردان رو میپرستن، قربانی میکنن براشون، نمیدونم دعا میکنن. بله تو خاور دور هست، درسته. آره تو خیلی هم با خلوص نیت، با باور، با قلبشون، با وجودشون. این هم که دیگه همه تون دیدین، هم عربا، وقتی میگیم همه رو نمیگیم، ما داریم اساس و حرفشو میزنیم. مثلا تو دین اسلام گفته ختنه کنیم، و یه عده خیلی زیادی نمیکنن کارو. ختنه دخترها رو دارم میگم، ولی در کردستان ما الان آمار جهانیه، آمار من ندارم، آمار سازمان ملل متحد روز جهانی ختنه، بالاترین آمار رو الان داده. در کجاها، در چه کشورهایی، در چه مناطقی در از کشورها زیادتره. این دیگه تقصیر من نیست که شما هم خدا زنده بذاره آقای دهکامو که خرجش روی این شونه ایشونه. راستی لازم به یادآوری اینجا که رسیم بگم سپاس قلبی دارم ابانو سارای گرانقدرم، تشکر میکنم بابت محبتی که داشتین.
ما یعنی که ما که معنی من و بهکامو دارم میگم، من خودمو ما میبینم. تونست بعد از مدت ها با محبت اهدایی شما یه صندوق پستی باز کنیم که دیگه اینقدر گرفتاری نداشته باشیم. یک دنیا سپاس. بله همچنین من از ایشون سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که از بانو سارا محبت ایشون سرمخش بشه برای دوستان عزیزی که فقط یا شنوندن یا اینکه محبتی به ما ندارن و فقط غر میزنن. اون غر زنندگان رو کاری نداریم، میتونن برن هر کاری که هر جایی که دوست دارن حرفاشون رو بزنن. این یک سوی نازک رو برای ما باقی بزنن. نه نه من ببخشید، من از اون بیننده ایم که زنگ زدن، ایشون هم منظور بدی نداشتن، فقط میخوام اینجا سوء تفاهم نشه یه موقعی فکر کنن که دادم بگم جناب. بله بفرمایید. بفرمایید. دو شق داره، یکی از منظر انسانی، یکی از نظر چیزی که هستش. شما هی یادم کیوی هنوز ایران نیومده بود، هی میگفتن کیوی چیه، میگفتن آره مثل تخمرغ میکنه میمونه، تخمرغ موچت کرده، مثل تخمرغ خیلی که موچت کرده باشن. بالاخره یه روزی هم کیوی اومده، همه خوردن و دیدن کیوی چه شکلیه و چه مزه میده. الان که دیگه میگن کیوی، دیگه نمیگن تخمرغ موچت کرده. بده که ما وقت میذاریم برای شما میریم، شما هم حالا اطلاعاتتون رو جمع کنین، قدمتون سر چشم، اگر طبق موازین این رسانه هستین تشریف بیارین، خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. خب میریم توی مشایخ یزیدیه و من باید اینا رو بگم. اینا همه ثبت شده و نوشته است، چیزی که وجود داره، اطلاعات و پرسش ها و نمیدونم باستان شناسی و تاریخ شناسی و جغرافی شناسی و هر چی که دلتون میخواد اسمشو بزنید گذاشتن. یه دی رفتن تحقیق کردن، اونم نه ایرانی، خارجی، که شما خارجی ها رو قبول دارید، اووردن گشتن براتون رو صفحه اینترنت. زحمت بکشین اون انگشتای ملوکانتون رو ببرین کلیک کنین، بزنین مثلا یزیدیان یا ایزدیان، براتون بیاد. الان اینجا من یه عکسی هست این گذاشته و زیرش نوشته این الان بگو که the Yazidi religion is centered around worship of the fallen angels. بگم جان من Archangel. بفهم ناچارم برم توی منابع ایرانی پیداش کنم. نه آرکانجل یعنی همون تو چیز بایبلی نام هست دیگه، نام میدونن دیگه. بفهمم مشایخ اینا اولین کسشون امیر ابراهیم ابن حرب ابن خالد ابن یزید، یعنی تخم ترکش میرسه به یزید. وقتی دولت اموی، امویانی که بلد اینایی که شما از صدقه سر جمهوری اسلامی همه ما اسلام شناس شد، وقتی دولت اموی سال 132 در جنگ الزاب الکبرا در شمال عراق سقوط نمود، امیر ابراهیم ابن حرم ابن خالد ابن یزید به شمال عراق فرار نموده، شکست خوردگان اموی را جمع کرد و به سوی مستحق بودن یزید در خلافت و ولایت دعوت نمود و ادعا کرد که یزید سفیانی منتظری است که به زمین باز خواهد گشت و زمین را بعد از آن که پر از ظلم شده پر از عدالت خواهد کرد. این پاراگرافو توی هر دلقزابادی برین اینو براتون میگن. یعنی اگر کمونیستا روشون میشد میگفتن آخر زمان که بشه لنین هم میاد بگیزی، ما او هم میاد. بله توی مسیحیت هم همینه میگه، میگه آخر زمان بشه جیزاس میاد. توی شیعه میگه امام زمان میاد، حالا اینا میگن یزید میاد، بودایی هم لابد دیگه بودا میاد. همه میگن، بهایا میگن حضرت بهاءالله میاد، هر کسی یه چیزی میگه. بله بله موقعی که من راجع به بهایا براتون خوندم گفتم عین همین اینا مثلا ده فرمان دارن. اصلا یه چیزی باور کن آقای دهکا، من از این همه چرا نوشتم که زمین را نوح دیگری باید و
برای اینکه واقعا وقتی شما نگاه میکنی میبینی این موجودات یک سر و دو گوش برای بدبخت کردن خودشون علاوه شعوری چی کارا که نکردن. خب آقا شنیدین؟ یا دو مرتبه براتون بخونم؟ وقتی که در جنگ الزاب الکبرا در شمال عراق سقوط کرد، دولت اموی رو میگه، امیر ابراهیم ابن حرم ابن خالد ابن یزید به شمال عراق فرار نموده، شکست خوردگان اموی را جمع کرد و به سوی مستحق بودن یزید در خلافت و ولایت دعوت نمود و ادعا کرد که یزید سفیانی همان منتظری است که به زمین باز خواهد گشت و زمین را پر از بعد از آن که پر از ظلم شده پر از عدل میکنه. این که منطقه کردها را به حیث پناهگاه خیش اختیار نبود، سببش این بود که مادر مروان دوم که دولت اموی در دوران وی سقوط کرد از جمله کردها بود. گرفتین؟ عدی بن مسافر، وی در مقدمه فراریان از سلطه عباسی بود، یعنی این کسی بود که اول از همه از حکومت امویان رفت عباسیان اومد رو کار دیگه، و این عدی فرار کرد از لبنان به حکاریه کردستان کوچ نبود. نسبش به مروان ابن حاکم میرسد، لقبش شرف الدین ابوالفضایل است، با شیخ ابوالقادر ملاقات نموده از لی تصوف را اخذ کرد. پس بعد از این که اومد اونجا فرار کرد، اومد اونجا به علتی که مادرش در اون منطقه بوده اومد اونجا پناه گرفت، اومد تصوف را از عبدالقادر یاد گرفت. سال 1073 یا 1078 تولد گردیده بود و بعد از 90 سالگی، یعنی هم شیخ ابوالقادر، زندگی را در لاش در منطقه شیخان عراق دفن شد. یکی دیگه از مشایخشون صخر ابن صخر بن مسافر، یعنی همه اینا به تار طریقه همون عدی هستن که اول اومد، معروف به شیخ ابوالبرکات، با برادرش عدی همراهی نبود و جانشین وی گردید و وقتی مرد در پهلوی قبر برادرش در لاش دفن شد. این دوتا. حالا همین عدی بن ابی البرکات، مرقب به ابوالفاخر، مشهور به کردی، سال فلان وفات کرد. پسرش شمس الدین ابو محمد معروف به شیخ حسن جانشین او شد. متوجه این؟ یا بازم بگم؟ توسط وی فرقه یزیدی منحرف کردی، از دوستی یزید و عدی بن مسافر به تقدس آن دو و تقدس شیطان پرداختن. بعد از آن کتاب الجلو جلوات الاصحاب الخلوات، فقط اصحاب میگم یاران، خلوات یعنی خصوصی هاست، و جلوه های اصحاب خلوت. بله خانم حسین ببخشید، اینه که الان میگه راجب شیطان میگن، من اخیرن البته یک چیزی هست که مثلا توی اینترنت این برانبارم شنیدم و یا با آدمایی که به اصطلاح مثلا اوپنتر فکر میکنن، فکرشون بازتره، اینها مثلا شیطان اونجوری که تو ادیان مثلا حمله میکنه به شیطان، میگه یک چیز موجود بدیه، الان یعنی به صورت نمیدونم چجوری میشه گفت تقدس، نه تقدس مثلا داکیومنتری، نه ریلیجن، به صورت ریلیجن هم نه، مثلا اینا میگن که شیطان یک نوع تکامل شده، یعنی به جای اینکه همش بگه یه سر به خدا به فرزن، این یک جهش بوده، یک تکامل بوده، مثلا تنها فرشته بوده که. ولی من نمیفهمم چطور شیطان و خدا شورید، به قول اینا ملعون شد، ولی اون یارو عزرائیل با خدا جنگید و زدش زمین و فلان و بهمانش کرد،
شد چیز اسرائیل. اسرائیل نمیدونم، ولی راجب این شیطان یه داکیومنتری هست که گذاشته، میگه هو از مثلا شیطان کیه، میگه این لطفه کسی که قیام کرده به عنوان یک انقلابی ازش میخوان مثلا یاد بکنن، کسی که مثلا فرضاً اگه خدا رو یک رهبر در نظر بگیریم که مثلا همه کاره جهانونه دوام دستورا رو میده، مثلا شیطان کسیه که در برابر این سوپر پاور یا ابرقدرت مثلا چیکار کرده، قد علم کرده، گفته نه، یک انقلابی کرده اینجوری. یعنی خیلی چیزهای دیگه، نه تنها این یزیدی ها مثلا این کار میکنن، یه چیز جدید، یک ترند جدید اومده که دارن راجع به همین صحبت میکنن که میگن یک نوع تکامل فکری بوده. حالا I don't know چقدر درست میگن یا نه، اونو دیگه نمیدونم. بفرمایید. من دیگه جانشینانشون رو یکی پشت سر هم دیگه نمیخونم، برای اینکه از حوصله این برنامه خارج، ساعتم 3:30 شده، قسمت دوم اون مطلبی رو که میخواستم عنوان کنم برای تو مونده و آخر سرش میگه بعد از وی پسر شیخ عزالدین آمد، مقر وی در شام بود، به لقب امیرالعمرا ملقب شد و میخواست که یک انقلاب اموی به راه اندازد، بنابراین در سال 731 زندانی شد و در زندان فوت کرد. دعوت و حرکتشان به طور دوامدار مورد شکنجه و حکام قرار گرفت و منطقه شیخان در عراق به حیث مرکز یزیدی ها باقی ماند. مخفی کردن اسرار مهمترین نشانه این طایفه بود. چون بعد آخرین رئیسشون هم گفته چیه کی بود و آخرین امیر برای آنان امیر تحسین ابن سعید ابن امیر شیخانو. حالا من میخوام شما رو به خاطر اینکه دارم بهتون میگم اینا مخلوطی از همه چیزه، براتون ببرم که ببینین که چی میگه. ارکان مذهب اینا 4 تاست. خب یه نماز دارن که وقتی که آفتاب طلوع میکنه اخا بلند میشن، پا به رهنه میرن روبروی خورشید نیستن، 4 بار سجده میکنن و دعاشون هم به زبان عربی و کردی و فارسی میخونن، هر 3 تا رو دارن. خب پس نمازشون اینه. اوکی. بعد روزشون 2 نوع روزه دارن، یکی عمومی یکی خصوصی. 3 روز در روزای سه شنبه و 4 شنبه و 5 شنبه ماه دسامبر روزه میگیرن. خب 3 ماه یا 3 روز؟ 3 روز. آبه 3 روز، 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه توی ماه دسامبر اینا روزه میگیرن، یعنی کوتاه‌ترین روزهای سال هم هست. روزه خصوصیش این که دارن 80 روزه. نصفشو ماه دسامبر میگیرن، نصفشو ماه جولای میگیرن. خب حج دارن، بهتون میگم مخلوطه، اصلا خودتونم میمونی. یزیدیان مرقد شیخ عدی را کعبه قرار داده و مراسم خود را در روز 15 سپتامبر، یعنی میشه 28 ماه سپتامبر شرقی، مطابق با 28 سپتامبر غربی آغاز میکنن و در 28 تا 3 اکتبر چیز میگیرن، حج میکنن، حجش هم دور قبره شیخ عدیه. خب برای هر یزیدی در هر سنی که باشد واجب است سالی 1 بار حج انجام دهد. بعد از مراسم شراب میخورن، شادی میکنن و باید در حضور تصویر ملک طاووس چیزی به شیخ یا قوالها، کسایی که سرود مذهبی میخونن، با خاک مرقد شیخ عدی قرصهایی درست میکنن و میفروشن. این قرصها را برای تبرک و حفظ سلامتی جسم و جان و اینا به اینایی که مریضن میدن بخورن. حالا شما یاد تربت سید شهدا نمیافتی؟ مهر نمازا. آره شما قشنگ نگاه کن ببین ما واقعا ما موجودات بدبختی هستیم در جهان. میان اونجا تصویر شیطان یا اون ملک طاووس رو میذارن، حج میکنن و بعد از اون به اون قوالها یا اون شیخی که هستش هدایایی میدن
و بعد یک چیزهایی هست. خب بلیو دیگه، یک بلیو مذهبی دیگه، هیچ فرقی نمیکنه با مذاهب دیگه. خاک اودای یه توی آرد میزنن، یه نونایی چیزایی درست میکنن، میگن برای چیزه، برای سلامتی. حالا جالبه، زکات هم دارن مثل ما. بر هر مرید واجب است یک دهم محصول خود را به شیخ بدهد. چقدرشو؟ یک دهمشو. باز بهتره یک دهم تا یک پنجم. اصلا من معذرت میخوام که میگم، باید هموطنان ما بدونن واقعا خیلی وحشتناک. اینا اعتقاد دارن که دشمن شیطان دشمن اصلی بشریت نیست، بلکه مقربترین فرشته خدا و نخستین آفریده اوست و ملک طاووس نام دارد، فرشته‌ای که خداوند تنها با این انگیزه به او فرمان داد به او سجده کند که او را بسنجد، و هنگامی که او سجده کردن سربازد بر تقربش به درگاه الهی افزود و اداره جهان را به او سپرد. حالا پیدا کنی پرتغال بروش. نه خب ببین خانم حسین، این چیزی که گفتید الان اینجا یه نوشته ای هم بود، میگفت این دین ایزدی ها یا یزیدی ها مخلوطی از زرتشت و اسلام و اینا، همون چیزی که شما هم فرمودید اینجا کریستیانیتی. من به اینا اشکال نمی کنم، من به حماقت های خودمون نه میدونم اشکال می کنم. بله بله، اصلا یکی هم هست توی هندوستان، همون سیکاره که ما میگیم. مثلا من با این سیکا که صحبت میکنم ازش پرسیده بودم که چجوری این دینتون، میگفت آره ما مثلا که دین اینا مخلوطی از اسلام و هندوه. گوش بده که خوش به حالت بشه. یزیدیان بر این باورن که قدمت کیش آنان به زمان پیدایش بشر باز میگردن و نزد یزیدیان از نسل آدمن، نه از نسل حوا. اصلا لامصبا زدن تو پک و پوز همه چی. مگه فرق میکنه حوا و آدم؟ در حالی که در باور ادیان ابراهیمی نسل بشر حاصل ازدواج آدم و حوا هستن، یزیدیان خود را حاصل پسری میدانن که از بذری که آدم کاشت پدید اومد. یعنی یه تخمی رو توی یه جایی تو بهشت حتما یا رو زمین نمیدونم کجا، یه تخمی رو آدم کاشته، بعد چیز اومده، یه پسری در اومده. بله. بعد از اون پسره با رفته با یه حوری ازدواج کرده و بشر به وجود اومده. بدین ترتیب یزیدیان خود را تافته جدا بافته میدانن که نباید با دیگر اقوام وصلت کنند. متوجهی؟ ببینید این نه، همون که گفتید بدبختی اینه که البته من کار بینا ندم، این مذاهبه که همش سعی میکنه بین انسانها دیوار بکشه. ای کاش که دیوار فقط بکشه. این مذاهب انسانها رو به عمق حماقت میبره. بله. یعنی اون یارو که توی هند دستش میگیره زیر شش گاوه میزه سر صورتش، یا اون عربه ای که مال بیابون معتقده که اگه ماه رمضان اولش یه کاسه شاشه شطور بخوره برای سلامتش خوبه، یا همون چشتنگایی که صبح به صبح که میرن توالت میشاشن یه کاسه میگیرن زیرشون، اون ادرار اولیه صبحگاهیشون رو میاد. خب تو ببینی قرمونت برم، ما از سر من از بدبختی صحبت میکنم. حالا همه بیچارگی همون یه طرف بود، الان هم آقای کلینتون به یک انیستیتوی به اصطلاح تحقیق کرد جایزه $1,000,000 داده که اونا تونستن چیپس ملخ درست کنن و غذاهای من بعد از این از حشرات درست کنن، چون ما به غذا کم میاریم. حالا گوش بده، یزیدیه ها خوردن کاهو را حرام دانستن و چون مسلمانان روزانه 5 بار به شیوه خود نماز میگذارن، اما قبلهشان در 4 بار از این نمازهای 5 گانه خورشید است و در نیمروز مقبره شیخ ادی بن مسافر صوفی را به اصطلاح که بنیانگذار این کیش یزیدی بوده به اونجا نماز میکنند.
مراسم ازدواج طلاق، ازدواج در میان آنها مراسم مفصلی دارد، مخصوص خود آنهاست. عقد با تقسیم یک نان از خانه پیشوایان دین این عروس و داماد و خوردن آنها محقق می شود. طلاق نیز با پرتاب یک سنگریزه از طرف شوهر به سوی زن انجام می شود. پوشیدن لباس آبی در مسلک حرام است. یعنی کسی نباید لباس آبی بپوشه. کاوه نباید بخوره، لباس آبی هم نباید بپوشه. من لباس سفید را لباس اهل بهش می دونم و استفاده می کنم. رهبرانشان اما سیاه می پوشن و مردان به اصطلاح یه خرقه از پشم سیاه هم می دازن، می گن مقدسه. درختان، بعضی درختان قدیمی را تقدیس می کنن و با پارچه می پوشنن و رنگ می زنن. اگر کودکی آبله یا حسب گرفت، از خاک قبر عدی در آب حل می کنن، به او می دهن و بدن کودک را با گل و خاک می پوشنن تا شفا پیدا کنن. رعد و برق و ابر و آتش و خورشید و ماه و ستارگان را گرامی می‌دانند. به نان و چراغ احترام می‌ذارند. ختنه کردن قبل از ازدواج واجب است. غسل تعمید دارند که در رودخانه شمس انجام می‌دهند و کفن‌های خود را در این رودخانه می‌شویند. آموختن سواد حرام است و سزای آن در دنیا قتل و در آخرت عذاب است. آموختن عربی نیز ممنوع است. فقط یک نفر از نسل شیخ عدی حق دارد عربی و قرآن را یاد بگیرد، ولی باید نام شیطان را از نسخ قرآن پاک کنند، چرا که کسی حق ندارد نام او را به زبان بیاورد. یعنی اسم این طاووس هم نباید، ملک طاووس هم نباید به زبان بیاریم. مثل یهودی ها که من یه دفعه از یکی اینجاشم سوال میکردم، گفتم یهوه، گفت نه این اسم خیلی با احترامه، لطفاً به زبان نیاورید. نماز جماعت حرام است. آب دهان انداختن، توهین به ملک طاووس حرام است. حالا یه چیز جالبی بگم. قضای حاجت در مسترا حرام است. یعنی چی قضای حاجت در؟ یعنی ببین شما توی مسترا توالت کنین حرومه. نفهمیدی؟ نه نفهمیدم. آقا جان باید بری تو فضای آزاد خرابکاری کنین. اون شب به خاطر بوش میگن نمیده. آره، قضای حاجت در مسترا حرام است، حمام کردن زیر سقف حرام است و بعد از قضای حاجت طهارت هم جایز نیست. یعنی نباید خودتو بشوری. گوشت خوک و تمام ماهی ها و گوشت آهو حرام است. خروس نیست. کاهو و کلم و لوبیا و کدو و بامیه نیز حرام است. اگر آب در کوزه یا مشکی میخونیم که صدای تق تق کند، اون آب هم حرام است. تراشیدن و چیدن سیبیل حرام است. او پس برای همین همشون سیبیلو هنینا. اوکی. کوتاه نمودن ناخن حرام است. غسل جنابت حرام است. یعنی بعد از این که نزدیکی کردی نباید خودتونو بشورین. استفاده از اسب برای باربری ممنوع است. ترک وطن بیش از یک سال حرام است و اگر زن و شوهر باشن مطلقه می شوند. نگاه به زن غیر یزیدی و شوخی یا حرف زدن با او حرام است. گوشت ذبح شده ی دیگران و آشامیدن از ظرف آب دیگران حرام است. یعنی اگه یه گوسفندی رو کسی دیگه بکشه، اینا یا آبی رو که مثلا توی یه ظرف کسی دیگه بکشه، اینا نباید بخورن و بنوشن. خب اون خوبه، جلوی پخش بیماری رو میگه. پس هر کسی قصاب خودش میشه دیگه. قصابیان ببندن. نه آبو من میگم، نه گوشتو. اوکی. تقویم آنها شمسی است و آغاز سال آنها روز چهارشنبه هفته اول ماه اپریل است یا آوریل. یعنی نوروز دیگه. نه مال ما اول مارس. مال ما مارس بله. آره اونا اپریل هم. در شب چهارشنبه قربانی میکنند و میپزن و تا سپیدیدن باید آن را بخورن. خب آقا
واقعا دیگه خسته کننده شده، ساعت نزدیک 4 و اگر که کسی متن کامل این مسئله رو میخواد نه خب همین مقدارم همین اینفورمیشن آشنایی بود دیگه، گفتم خود من همش اسم اینا رو میشنفتم تو رادیو تلویزیون، تو تلویزیون های آمریکایی، و الان میبینیم که اینا هم انسان هایی هستن مثل بقیه انسان های دنیا، یه باورهای مذهبی برای خودشون دارن، یه فرهنگ جدا برای خودشون دارن. نمیدونم این انسان این چی هست در انسان که نیاز داره که همیشه یک دینی داشته باشه و از دین یکی دیگه خوشش نمیاد، مثلا برای خودش یه دین دیگه ای درست میکنه. نمیدونم این دارو رو صاحب کرامت کردن و نمیدونم معجزه کردن و همین پسر ابو سفیان. نه خب مال خود ما، مگه در دین باهایی مگه چیزی نیست درایف شده از چی میگن، از اسلام نیست؟ آخه ببین اون حجشون درست وقتی قربانی میکنن درست، اما عید قربانه، همون دهم ذی‌حجه است. خب یه مقدار این چیزها رو از هم دیگه، مثلا همین دین مسیحیت از میترائیزم گرفته شده دیگه، میترائیزم که در ایران بوده، مثلا همین ساندای روزای یک شنبه میرن چرچ و نمیدونم اون سه تا چیز دارن، فادر، سان اند هولی اسپریت، اونا همه چیزای دین میتراس دیگه. خب یه مقدار ایده هایی از هم دیگه گرفتن دیگه، مثل این که اتومبیل های مختلف همه این همه شون جلوش رو هدلایت داره. خب حالا شکلش فرق میکنه ولی همه شون همون اساس و همون بیسیک چارچوب رو دارن، تمام ادیان هم همون بیسیک چارچوب رو همه شون دارن دیگه. آخه ببین اینا چیز طبقاتی هم دارن، خب که تو این هفت طبقه هیچ کسی حق نداره از این طبقه خارج بشه بره به طبقه دیگه. در کدوم هفت طبقه؟ ببین پیشوایان مذهبی آنان هفت طبقه است که هیچ کس حق خروج از طبقه خود و ورود به طبقه دیگر را ندارد و با طبقه عوام کلن یزیدیان 8 طبقه می شوند: امیر شیخان، بابا شیخ، شیخ، پیر، فقیر، سنخو، سخنور، ببخشید، توان، کوچا. اصلا یعنی اینا درست همون سیستم طبقاتی رو دارن. خب دیگه این مذاهب گفتم یه چیزای نگاتیفش همینه، ولی یه چیز مثبتی من فکر کنم داره اینه که یک جمعیتی رو یک انسان باعث میشه که پیور بمونه. حالا میگه که شمار پیروان اقلیت مذهبی یزیدیه در میان کردهای عراق بین 100 تا 500 هزار نفره، در منطقه سنجار همین جایی که الان درگیریه، حدود 500 کیلومتری شمال غربی بغداد سکونت دارن. پیروان این مذهب علاوه بر عراق در سوریه، ترکیه، ارمنستان، ایران، گرجستان و آلمان پراکنده و میزان معتقدان این مذهب در سراسر جهان بالغ بر 800 هزار نفر است. تنها در آلمان 45 هزار یهودی یزیدی زندگی میکنن. جدا؟ واو. آره. و مگه نمیگه که اگر از دیارشون بیشتر از یک سال دور باشن آره یه چیزی حرام میشه؟ چی چیزی؟ زن و شوهر به هم حرام. من نمیدونم والا. حرامه؟ به چطور رفته تو آلمان مونده؟ نمیدونم. بگم جان بریم یه آنتراز برگردیم. بله بله. دقیقه باقی مانده. من قسمت دوم رو بلکه بتونم به صلاح سرتش هم بیارم. این مطلبی هم که الان براتون عنوان کردم میذارم الان روی صفحه فیسبوک، هر کدوم از دوستان مایلن میتونم برن ببینم. خب بریم یه آهنگ رو گوش کنم. ولی خانم حسینی قبل از این با آهنگ یه چیز میخواستم بگم، از این عکسایی که من دیدم نشون داده میشه که اینا خیلی جمعیت خیلی پیوری هستن، چون بعضی از این ادیان ها یا فرقه ها باعث میشه که یک قومی واقعا پیور بمونه به اون
یعنی دست نخورده بمونه. بهگام جان بر اینها انسان‌هایی هستن، نه تنها اینا، هر کس دیگه در هر جای دنیا زندگی کنن، تا زمانی که برای کسی ایجاد مرگ و نیستی و بدبختی نمی کنن، به من هیچ، من و امثال من هیچ ربطی نداره. باید جون و مال و آبرو و شرف و حیثیتشون حفظ بشه. اون مسئله جای دیگه است، سمت دیگه ایه که از نظر انسانی باید برای حق انسانهای دیگری وایساد. اما نه ایرانیانی که خودشون این روز و بلا رو سر این مردم در آوردن و هنوز دارن میکشن، بیان سینه بزنن، اون چنان داغ سینه بزنن که درست انگار شدن دایه مهربان تر از مادر و بعدن بیان تمام اون هویت ما رو بخوام بندازن زیر یک گروهی و من از شور حسینی که اینا رو ور میداره نادانسته و چیز اینطوری سینه میزنن، از این شوکه میشم که بابا جان الان در همین حال حاضر اینطوری اینطوری به وضع سر ایرانی ها در میاد و شماها میرین درست با کسانی زیر پرچم و لوای کسانی میستین که 35 سال این مملکت رو به این رسوایی و بدبختی کشوندن. میرین توی لایک میزنین، ای کوف به جونتون بگیره با این لایک. اوکی بریم خانم حسین، بریم یه بریک کوچیک بگیریم. بله حتما. خانم حسین با درود چند باره به شما عزیزان، درود بر شما، بفرمایید. الان دو سه تا مسئله از لحاظ جو مثلا سیاسی ایران داره پیش میره. یکی مرض کنگره، کنفرانس، نشست، جلسه، نمیدونم ایناست که نگاه میکنین یه عده رفتن توی واشنگتن سینه میزنن، یه عده رفتن توی آلمان کوریالا اونجا سینه میزنن، یه عده هم رفتن توی میخوام برن تو سان دیاگو سینه بزنن یا سان دیاگو، ببخشید. خلاص با چنگال. آره من که دارم بهت میگم با یه دوستی عرض میگم هی ما عادت داریم بگیم ویتامین، اینو هی میگه ویتامین ویتامین، آقا جان کله پدر سرباد کرده، درسته که مثلا میگم ویتامین اینجا ولی ما میگیم ویتامین. خلاصه مطلب یکی دیگه هم که داره در جریان همون عاشورای چیزه احمد آباده که هر سال که میشه سینه میزنن و خب مثل اون موقع که توی ایران بهتون گفتم که هر کوچه یه دونه تکیه داشت عاشورای حسینی میگرفتن، بعد روز عاشورا که میشه دهه و تاسوعا این دسته های سینه زنی جمع میشدن میرفتن تو اون مسجد اصلی، یعنی این هشت روزه رو خودشون با هم دیگه سینه میزدن، روز دهم رفتن مسجد اصلی و اونجا همه دیگه با هم سینه میزدن. حالا ما با این فرهیختگان، نه فرهیختگان، فرهیختگان اپوزیسیونی از قبیل جبهه ملی و که نه، جبهه منقلی ها و نهضت ضد آزادی ها و چریک و مارکسیست و نمیدونم کنوشید راسیونی و این همه اسم که واقعا آدم سرگیجه میگیره، سه تا کولا، چهار تا کولا، کوکا کولا و همه اینا رو که
هر کدوم دسته های جداگانه ای دارن در عرض سال توی کوچه هاشون سینه میزنن. وقتی که عاشورای احمد آباد میشه همه با هم میرن تو اون مسجد اصلی که اسمش دبلیوسیه. دبلیوسی هم چندین بار براتون معنی کردم، به معنی آبریزگاه، توالت، مستراح و بیت الخلا، پرانتز بسته. توی ایران هم دیدیم دیگه سر مستراح ها میزنن دبلیوسی. دبلیوسی هم جایی هست که ازش بوی گند و تعفن میاد و مرکز رجاسات کثافته که آدمی ها برای غذای حاجت اونجا میرن. حالا غذای حاجت یاد گرفتی یا دو مرتبه بگم بکن؟ بله درست بفهمید. آره، این توالت اصلی و مرکزی که این دسته های سیزن زنی برای دهه عاشورا میرن، دهه احمد آباد ببخشین، میرن اینجا، همون دبلیوسی یا بی بی سی شماست. هر سال که میشه از حسن حسین تقی نقی از هر دلقزابادی جمع میکنن و سینه میزنن، همون داستان تکراری چی شده چی نشده و همون مسائل و همون بد و بساط. خب صد البته امت شهید پرونم ناراحت میشن و میرن رو اونجا و کلیک میکنن و کامنت میذارن و لایک میزنن و بد میگن و خوب میگن و خودشونو میکشن و برمیگردن، میره تا سال دیگه دو مرتبه سر از نو و روزی از نو. هرچی هم بخوای براشون مثلا بگی که آقا جان بابا چنین بوده چنان بود، نرود میخواهنیم در سنگ. خب من این جماعت رو با این مسجد اعظم و تکیه ها و کوچه هاشون میذارم با خودشون بمونن، ازا اینقدر سینه بزنن که جون از هفت جد آبادشون در. اما یادتون باش، یک، هیچ وقت قول و سخن و پیمان و عهد این سه گروه رو باور نکن. اول از انگلو ساکسون های امریکا رو، بلعخص دموکرات ها. دوم مادرخونده این انگلو ساکسون ها رو که همون عنکبوت سیاه کاخ باکینگهام. سوم فرزند خلفشون ها که اسرائیله، چون با یک نسیم کوچیکی بهتون نارو میزنن، خیانت میکنن و شما رو به قربانگاه میفرستن. نه تنها کشور ایران، هر کشوری دیگه. قبول ندارین؟ چشمای اندازه نخوشیتون یه خود بازتر کنین به این بقایی، به حوادث اخیری که الان در حال حاضر داره در جهان میگذره نگاه کنین. اینها چیزی به نام دوست سرشون نمیشه، خودشون هستن، حتی نه منافع کشورشون، منافع خودشون. چون الان این آدمایی که سردمدار کارن و خیک شیر دستشونه، هویتی به عنوان تابعیت یک کشور و تعهدات مربوط به اون کشور رو ندارن. اینها یک گروه کاسب جماعت و دکانداری هستن که در سراسر دنیا با هم جمع شدن و دنبال منافع خودشون هستن، و بعد اگر جایی بود قبای اون مملکت رو هم بکشن. پس همونقدر که من و تو بدبختیم، همونقدر یه امریکایی، یه انگلیسی، یه اسرائیلی و و و و بدبخته. حالا میزان بدبختیش پایین و بالا داره، کم و زیاد داره، ولی اصل جریان یکیه. خب چگونه هست که شما میبینین که مثلا در چیز، در افرادی که به عنوان مثلا
فعالان سیاسی و میهن پرستای ما میان، من یه نمونه کوچیک براتون میارم تا بتونین حرفمو بگیرین که چی دارم میگم. یه تشابه افکاری براتون میارم. خب در روزنامه باختر مال اون موقع که چاپ شده، من یک گوشه کوچیکیش رو اینو بزرگ کردم و بعد تایپش کردم گذاشتم روی همون صفحه خودم که نوشته ببینی قشنگ گوش کنی. جختی من میگم جعب منقلی، وقتی میگم پادشاه به اینا اطمینان نداشت و اینا رو نمیذاشت زیاد حرکت کنن، برای چیشو شما گوش کنی. اینو تو روزنامه اون موقع چاپ کردن، قاطی نبوده ها. میگه سازمان های جبهه ملی ایران در خاورمیانه، خوب گوش بده، احتیاج نیست شما طرفدار پادشاهی باشین، احتیاج نیست شما طرفدار حسن باشین یا حسین، اگر فقط مملکتتونو بخواین، خب فقط ایران. میگه سازمان های جبهه ملی ایران در خاورمیانه با شدت سیاست ارتجاعی شاه را در همه زمینه‌ها و همچنین در مسئله سجزیری ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک رد می کند و با تسلط شاه بر این جزایر مخالف است. خوب گوش کنید. حضرات میرن نوار آقای پزشک فور پزشکزادی که میزنن سینه میزنن، آقا پان ایرانیست، آقا جبهه ملی، آقا نهضت آزادی، آقا این شاه فلان، دیدی بحرین رو چه کار کرد؟ یکی از این بی‌حیثیت های بی‌ناموس نمیپرسه. اینی که دیگه چاپ شده تو روزنامه های تو کشور بوده و الان کپیشو من گذاشتم که حالا سیاست ارتجاعی شاه برای مسائل ابو موسا و تنب بزرگ تنب کوچک سیاست ارتجاعی شد و با تسلط شاه بر این جزایر مخالف است. ای خاک بر سر تو کنن که شبان روز المصدق المصدق میزنی و حزب المصدق داری و اسمت هم گوشتی جبهه ملی. بابا جعبه منقلی یه مش تریاکی داییه ایران رو میزنن و یه مش احمق بیوطن فرصت طلب دنبال شما مثل سگ موس موس میکنه. حالا این مال این دسته. نفر بعدی رو آقا سردار ایران، آقا نخست وزیر ایران، آقا فلان بهمان، سینه سینه. مصاحبه سال 1989 روزنامه السیاست، شاپور بختیار. جزایر سگانه تنب بزرگ تنب کوچک به ابو موسی متعلق به ایران نیست و ایران نباید بر سر آنها با همسایگان خود کشمکش داشته باشد. شاه نباید بر این جزایر تسلط داشته باشن. میبینی؟ درست رونوش برابر اصل است. اینم خب مال جبهه منقلی ها بود دیگه، جبهه ملی بود. من نمیخوام به شما حرف بزنم که بگم کیو تو فلانت کنیم، کیو تقدیر کنیم، یا کی این خوبه یا اون بده. اگر فقط ادعای ایرانی بودن و ادعای سرزمینتون رو دارین، در هیچ کشوری، در هیچ کجای دنیا، هم این کردای کوبانی کولانی رو که مثال داریم میزنیم، همه تجهیز شدن برای یه منطقه که بجنگم براش، شماهایی که ادعا دارین وقتی که میبینین کسانی که مدعی ملی بودن هستن میان اینطوری بر علیه منافع ایران، بر علیه تمامیت ارز این کشور حرف میزنن، نه تنها مخالفت نمی کنین و کنار نمیذارینشون،
بعدی که سینه سنگ اینا رو هم به سینه میزنیم بقیه رو هم فوش خوار مادر میدی. آقا میشه به من بگی شما اصلا کجایی هستین؟ مثل این دار و دسته مشروطه چیا که رفته بودن تو نشست استوکول جریان اونا را انداخته بودن، ولی همین آقای مثل فعاد پاشایی برگشتن تو تلویزیون لحظه برنامه‌ای که با آقای مرتضی کریمی داشتن برگشتن گفتن که ما در حکومت آینده هیچ باوری به چیز وراثت نداریم. بابا لامصب، تو داری عوای پادشاهی رو میکشی؟ چجوریه؟ قسم حضرت عباس رو تو باور کنم یا خود خروسره که از کتت گذاشتی بیرون داری نشون میدی؟ آقا ما رفتیم اونجا تصویب کردیم و تو چجوری مشروطه خودشایی سلطنتی هر کفت زهر ماری میخون هستی؟ میخوام به شما بگم الان که نه، ما سال هاست و الان به خصوص بارستر با عده‌ای طرف هستیم که خودشون رو ایرانی میدونن و طرفدار ایران، ولی که پای تمامیت ارضی ایران اینطوری میلنگن، پای هویت ایرانی میلنگن، یعنی درست این یک کاسبای دون پست حقیر بیچاره هر کسی به هر پیشنهادی که بهشون بده پس خونه رو به پیش خونه میبازن و میرن. معامله به طرفت این معامله میکنه و در حال حاضر شما داری میبینی این استثمار جهانیه، نه حتی استثمار، استثمار از خر کردن، از حمار، از الاغ میاد. استثمار، استثمار جهانیه که هر سال داره این کاسه آش احمد آباد رو لیس میزنه و درست ما هم چه میدونم فشخور این جریانی بودی ما هستی. ما الانم یه دار و دسته دیگه ای راه انداختن، حالا اومدن چی کار کردن؟ دیدن که اگر هرچی بخوان مثلا از به قول خودشون دیدن که مجاهد و کمونیست و مارکسیست و جبه منقلی و این و اون اینا با هم تک تک نمیتونن کار کنن، هرچی هم براتون تو تلویزیون همیشه خواهن تودهی حشره حشره تیوی تو برنامه مستر نیبودی براتون این نجوای عرازل سینه زنان مدعی یهود و بهایی و مسلمون و مسیحی و زرتشتی رو اووردن، دیدن نه آب گرم نمیشه، شق القمر زدن. چی کار کردن؟ اومدن یک بند و بساطی را انداختن به نام اینی که آقا رنسانس ایرانی. تو کجا؟ تو یه جایی که تا حالا مثلا ماه مهر که میشد تمام نوجوای عرازل دعوت میکردن در بنیاد مهرگان مستر حسن جون فسنجون دیروزی. امسال همه این نوجوای عرازل جمع کردن ریختن توی یه گونی و با هواپیما و هتل درجه یک و حسن و حسین جمع کردن اونجا رفتن براتون رنسانس درست کنن، اونم به سبک ایرانی. یادتونه یه فیلم های اون فیلمی اومده بود بگم یادم نمیاد اسمشو، ازدواج به سبک نمیدونم کجایی بود، بعد از اون یهو یونانی هم رفتن فیلم رو ساختن ازدواج به سبک یونانی، بعدش ازدواج به سبک ایرانی درست شد، بعد هندی، بعد نمیدونم عربی، به این ترتیب بود. مثل همین یارو امریکن آیدل هست که درست شد،
حالا همه دهکوره ها نمیدونم ترکی آیدل و ایران آیدل و نمیدونم مسقط آیدل درست کردن. هم دیگه دارم بله. آره اونم عروسیه هم یور همه جا عروسی درست کردن. همه چی ما شنیده بودیم جز رنسانس ایرانی. نمیشه که ما عقب بیفتیم دیگه. آقا جان رنسانس یه عده کسانی که در منطقه اروپا زندگی میکردن چون ممالکشون به سقوط کامل رسیده بود اومدن برگشتن روی اون داده های متفکران مال عهد باستان یونان و روم و اینا شروع کردن اینها رو زنده کردن و یک تغییرات کلی دادن در فرهنگ و آداب و رسوم و بند و بساط اینا. یعنی از اون حالت لجندونی مثلا خودشونو بکشن بیرون. از چه چیزی اون موقع بیشتر در اروپا رخنه کرده بود؟ دین مسیحی بود که واقعا لجن لجن مطلق کشیده بود. شما اگر بخونی میبینی که چه وضعیتی داشت. حالا اینا اومدن همه چی رو با همه چی ترکیب کردن دیدن نشد، اومدن به اصطلاح برای ما رنسانس ایرانی درست کنن. به چه ترتیب؟ آقای رو آوردن برای ما شروع کرد کلمه رو ترجمه کردن. خب هرچی که باشه نباشه ما یه مشته بی‌سوادیم که باید که شعورمون برسه دیگه بفهمیم یعنی چه. یهمون گفتن که آقا جان اشتباه نکنید، رنسانس یعنی نوزایی، یعنی دو مرتبه متولد شدن. خب یعنی انقلاب فرهنگی. حالا یه انقلاب فرهنگی مثلا در فلورانس ایتالیا شده بود، 400 سال حدوداً 300 خورده نزدیک 400 سال طول کشید که این لجندونی که اون کلیساها درست کرده بودن ازش بیان بیرون و یه نفسی مردم اونجا بکشید. اولا اگه بخواد 300-400 سال بگذره باید فاتحه ایران رو بخونی و سلام رفت تموم شد. این آقایی که اومده سمینار رنسانس ایرانی رو گذاشته، من ناچارم اینجا اشاره کنم به دینهای اینها و سمت و سوی حزبی اینها. خانمها و آقایانی که در قاعده هستیم، مثلث رو در نظر بگیریم، من اینو میلیونها بار تکرار کردم. آقا یه یهودی به معنی اسرائیلی نیست، یه مسلمان به معنی جمهوری اسلامی و عربستان سلفی نیست، یه مسیحی به نام به اسم واتیکان نیست. ما انسان‌هایی هستیم در قاعده که برای زندگی بهتر دزدی رو بد می‌دونیم، فحشا رو بد می‌دونیم، فقر رو درست نمی‌دونیم، دوست داشتن، مهر، محبت، انسانیت، اینها رو در رأس افکارمون قرار دادیم. حالا میخواد اسممون به هر دین و مذهب و گروه و فرقه باشه. من با این قاعده صحبت نمی کنم. من با رأسی صحبت می کنم که خودشونو زمامدار و ولی و قیم اون قوم و اون طرز فکر دونستن و دارن افراد معتقد به اون طرز فکر رو به جهنم میبرن. همون گونه که تحت نام اسلام و مسلمان و شیعه آخوند ملتی رو به جهنم برد، به همون ترتیب تحت اسم حزب دموکرات حیثیت و آبرو و موجودیت یک کشوری به نام امریکا به درک رفت. همونطور که با کشتاری که میکنه یک دولتی به نام اسرائیل به دولتی به نام دست و گروهی به نام حماس و غزه و داعش و کوفت و زهرمار دارن جمعیتی از انسانها رو به جهنم میدن. من یقیه اونها رو گرفتم،
من با اونها دشمنم. وقتی اسم از یک دینی میارم، از سران اون حضراتی میارم که در بیت الاعظم، که در اورشلیم، که در واتیکان، که در مکه، که در کوف زهرمار نشستن و دارن انسانها رو به نیستی میبرن با رسوایی. دو مرتبه نیان بگین آقا من این دینی هستم، این خانوم بر ضد این دینی هستم، ای کوف بگیره که هرچی بدبختی میاد سر ما سر همین ندانستن هاست. آقایی که تا حالا در فصل مهرگان همه نجوای اراذل دعوت میکرد میبرد اونجا، به قول خودش نون و پنیر سبزی تو خرخرشون فرو میکرد، اما نمیگفت هزینه کرایه این هتل به قول خودشون شیک و به قول آقای شاهین نژاد که باعث سرافرازی است نه شرم‌آوری، برای اینکه هتل بزرگ و گنده است. این از کجا میاد؟ خداوند اون سلولای مغزی خاکستری رو تو سرتون گذاشته برای چی؟ این شاهد نژادم از خیلی ندید بدیده. بفهم. کی؟ همین شاهین نژاد. نه بابا، از نه بابا، اون به باز یه ذره چیزه، خودشو در اون روی اون خطه نگه میداره، اونای دیگه که خرد شدن پایین. بعد از اون اومدن و فرمودن که از مهرگان و ماه مهر که اومدن گفتن که این وقتی سازمان اسمش گشتیم به مهرگان، اسمش مهرگانه، ربطی به مهرگان شما نداره. یعنی اول سر ما رو شیره مالیدن، گفتن مهرگان بنیاد فرنگی که خفخون بگیرین، بعد زدن زیرش برای اینکه جاپاشون رو محکم کرده بودن. چهار تا آدم پیرنی و کرواتی و اشیجه چنگول منگول رفته بودن اونجا بابا کرده بودن. خب با سپر اونا و با گذاشتن اسم دکتر و مهندس و اندیشمند و فرهمند و نمیدونم فرهیخته و پرهیخته ما رو خفه کردن پشت سپر وایسا. حالا دیگه مهرگانم نیست. من از یه دوستی پرسیدم، گاهی وقت آدم یادش میره از بس میگه که نمیدونم اپریل و آگوست و اینا، یادش میره که الان چه ماهیه در ایران. گفت مرداد، امرداده. گفتم مگه ماه امرداد نیست؟ گفتی چه؟ گفتم پاسی چرا بنیاد فرهنگی مهرگان تو امردادگان گذاشته؟ سمینار گذاشتن، سمینار بنیاد فرهنگی مهرگان رنسانس ایرانی. و آقای شاهین نژاد هم فرمودن که من پارسال رفتم اینجا تو سمینار عشق و شاهنامه شرکت کردم. یکم جان باور میکن من دارم به عقل خودم شک میکنم، اصلا به جنسیت خودم هم دارم شک میکنم. مفهوم کلمات، اعمال، همه چی عوض شده و با زور دارن در گلوی من یکی حقنه میکنن که آقا اینه درسته، اینه درسته. عشق و شاهنامه، آقا شاهنامه اصلا یک کتاب حماسی در تهییج شور سلحشوری، قوی بودن روحیه جسم در وطن پرستی، در ایستادن در مقابل مسائل، مشکلات، حمله ها و یورش ها. آقا چه ربطی به این که آی لاو یو داره؟ یعنی درست آبگوشت و با چلو کباب و خورشت قرمه سبزی و خورشت قیمه و حلوای قاطی کردنه و هم زدن رو دارم میخونم به به هم میگن و بدبختی اینی که به منم میگن بگو به به. عشق و شاهنامه. رفتم اونجا و به من گفتن این دفعه تو دیگه مهمانا رو دعوت کن. منم نمیدونی چه کردم و چه کردم. و چون و فوری سند درست بودن اون کودتای 22 بهمن رو صادر کردن.
کودتای 22 بهمن 1357 توسط این اندیشمندان در لفاقه صادر شد. درست بوده، مردم بالاخره یه اشکالاتی بودن، یه ناراحتی هایی داشتن که انقلاب کردن، اگر بی خودی که نمی اومدن انتخاب کنن انقلاب کنن. و بعدن از این طرف میگن که این رنسانس در اروپا 400 سال طول کشید، ما 5-6 سال درستش میکنیم، سرطه قضیه رو توف میچسمانیم درست میکنیم. 400 سال 3-4 سال. و بعد این یه تیکره نمیگن که مملکتی که مردمی که از زیر سفلیس و سوزاک و تریاک قجری در اومدن چند سال باید طول بکشه تا درست بشن، رنسانس کنن به قول شماها، نوزایی. اگر بیایم زمان پهلوی رو از توی زمان قاجار و جمهوری اسلامی برداریم، دقیقا یه خط میشه. همه این مقاومت هایی که الان داره میشه و چیزایی که جماعت به گوششون خورده دارن سینه‌شو میزنن، از زمان همون دو نفر در طی اون 50 سال به وجود اومد. حالا شما اومدین برای ما رنسانس ایرانی درست کنه، اولین قدمی که برمیداری تلف میزنی تو اون سالایی که تو از گالش و اون تنبون قرقری و پهن سوخت سوزوندن در آورده تد رسیدی اینجا. من از آدمای نمک به حروم بی چشم و روی نفش کننده حقیقت متنفرم. یه هر کس که نمک خورد نمکدان شکند، در که در مبحث در آخرش هم خودش نیش کرده، رندان جهان سگ به از اوست. سگر که یک دونه نون خوش میندازی جلوش، تا ابد تو رو میشناسه و دنبالت میاد. شما ها میخواییم برشین قشر جوان الیت جامعه من و بعد بریم درای تو ایران واسه من مجلس ما از سسان درست کنین با شما زباله ها. تویی که هنوز از روی پمپرزت بلند نشدی، پوشکت بلند نشدی، اولین قدمی که برای من برای رنسانس یهودی اسرائیلی، یهودی و زرتشتی و بهایی و کلیمی و مسیحی و نمیدونم مسلمون و کوفت و زهرمار و توده و کمونیست و جعب منقلی برداشتی، اولش همین بود. آقا موده رنسانس این میخوایم بکنیم که این تا 5 سال ممکنه طول بکشه، میخوایم از طایفه سیاسی خارج بشیم بریم به تایید اندیشه ایران شهری رو توسعه بدیم. کدوم ایران شهری رو؟ اولین قدم ایران شهری این بود که بگیم که آقا تو اون موقع ما اگه ببینیم ما اشکال داشتیم، اگر اشکال نداشتیم که اصلا انقلاب نمی کردیم. که ببینید چقدر بدبخت برای ما از جنبش فکری اجتماعی، حس ملی‌گرایی، سازندگی، اینا باید تقویت بشی، باید جامعه با هم مهربان بشم. ابدی جان آن آفتابه را بیاور، دیگه نمیگم آن زرچوبه را بیاور، برای اینکه این آشغالا رو تو دیگه دیخلی قاطی کردی، حالا برای پختنش باید این آفتابه آب بریزن روش دیگه. نه آقا موج سوزنده افکار فلان بهمان، ما نه تشکیلات داریم نه سازمان داریم نه سیاسی هستیم. ای دلی دلی دی دی دلی دی، ما اومدیم هم‌اندیشان را پیدا کنیم. زرش زرش
آقا اومدن تو بهترین هتل کالیفرنیا و جاو گرفتن، یه حس خوبی به من دست داد، شرم نکردم. خب بعد از اون یوم به حضرت اجل اشرف اون سرتویلدار اعظم حسن آقا میام. اون کیه سرتویلدار کیه؟ ولی بفهم حسن فیروزاده دیگه. بعد میگه که آره از عشق صحبت میکنه، از خانومش صحبت میکنه، حالا بنیاد فرهنگ مهربان و اینا میگن که 12 سمینار، این یارو میگه ما 25 سال سمینار داریم. آقا ما نه آسمانی هستیم، نه زمینی هستیم، نه علی هستیم، نه نقه هستیم، فقط خرد. آقا مرد حسابی، این چه خردیه که تو میگی بیت الله الاعظم، نمیدونم من حضرت عبدالبها، آقا جان اقتصاد یکی بهایی، بانک یکی بهایی، سیاست یکی بهایی، دین یکی بهایی. اگر که خودتون الان فهمیدی شورشو پیدا کردین، اومدین نه اومدین، نه اومدین، فردا به مشقت خواهید آمد. یعنی یه اردن میزنیم تو ماتت و تو میرنیم تو اونجا. چجوری نه آسمانی نه ریسمانی؟ اینا که یه دسته جعب منقلی هست یعنی احمد آبادی هست، یه دسته نهضت ضد آزادی هست، یه دسته فراخ نگهداره که حتی تیر تاریخی خودش هم داد به تیغ جمهوری اسلامی، یه عده نمیدونم آقای حشمت رئیسی و نمیدونم مارکسیست و لنینیست و آقای میرزا آقاش آقا میرزا آقاسی و آقا چون جمع کنین دکونتون، جمع کنین، جمع کنین. آقا اونجا هیچ کس برای هیچ کس بر سندیاگو برتری ندارد مگر آنکه از نظر انرژی که گذاشته. یاد صحبت های اسلام افتادم، هیچ کس برای هیچ کس برتری ندارد مگر به چیز به تقوایش. اکی تا حالا شده و برای ما با افتخارم میگن که تو این سمینار یک 5 نفر از نخبگان مذهبی دور هم جمع میان. این دادم با نخبگان مذهبی، نخبگان کمونیستی، نخبگان امپریالیستی، نخبگان یبنری بقال، همه اینا جمع میشن که برای من و تو رنسانس درست کنن. واقعا واقعا موندم. این همینو ما توی مسائل فرهنگی هم داریم، یارو رو بردن اینجا گندش کردن و هر روز آره دیدین که وقتی میخوان یه نفر رو گنده کنن هی مرتب واسش پول میدن، مقاله توی روزنامه ها میخرن میذارن، پول میدن میبرنش این تلویزیون تلویزیون، پول میدن میبرن این سمینار. فردا که اومد یارو از خودش رزومه می‌نویسه، من 198 مقاله نوشتم، 4 تا سمینار رفتم، 72 تا سخنرانی داشتم، 60 تا تلویزیون بودم. این میشه چیز رزومه آقای خانم. یارو رو بردن هنر 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 میکنن، اینقدر اسم خارجی کم براش گذاشتن و زنده کرد، کوروش زنده کرد، داروش زندگی کرد و منصور حلاج رو دارن نمایش میدن و نمیدونم الانم به آرش رو که من یه مدت پیش چند سال پیش بود برای شما گفتم، گفتم آرش رو گذاشتن. والا ما تا اون موقع که آرش رو میشناختیم یه کمانگیر بود که مرز بین ایران و توران رو تعیین کرد، جان بر سر اینجا گذاشت و یه مرد شجاعی بود. آقا یارو رو فوری بیزه هاشو بریدن کردنش زن، که این مرد و زن نداری ما، و بعدم کردنش که جهان وطن. اصلا اصل جریان افتاد و رفت. الان هم برای ما برنامه درست کردن آقا سالگرد 25 سال و اسطوره فلان. من نمیدونم چرا وقتی که میخوام مثلا بر فرض مال خارجی ها رو نشون بدن، مثلا نمایشنامه های مثلا مال شکسپیر رو میخوام نشون بدن، صحنه انسان های یا آدم های هم با لباس شیک و مرتب و تر و تمیز و اینا، ولی نوبت به ایرانی ها که میرسه مثلا برای همین جریان سیمرغ رو میخوام نشون بدن،
یه مشته کلاغ سیاه، همه لباسای سیاه پوشیدن، قر قر. آقا ما سیمرغ و با پرهای رنگی و طلایی و اینا یادمونه، اون مرغای دیگه هم که تو آسمون میبینیم یه جز کلاغا که سیاهن، بقیه یه رنگی دارن. چگونه از نوبت نمایش برای ایرانی ها که میرسه اینطوری میشه؟ نوبت به خارجی ها که میشه با همون لباس های شیش طبقه و رنگ و بارنگ برشون برمیداریم میاریم. به هر طرف که آقای بهکام من دارم رو میکنم میبینم تحت هر عنوان و هر اسمی درست دارن توی مغز و کله و حیثیت و موجودیت و هویت ما میزنن، بعدم یه هویته. احیای فرهنگی، هنری، فیلسوفی. آقا احیای هنری چی؟ بریم بگیم آره هر وقت که ایرانی ها تو ایران بهایی ها رو بهایی ها فلان میکردن، با مسیحی ها فلان میکردن، با مسلمان با یهودی ها هم چی میکردن؟ اگه چنین میکردن، اگه اینقدر بدبخت بودن، اگه نمیذاشتن درس بخونن، شما چگونه دکترا و مدارکتون رو از دانشگاه های تهران و ایران دارین؟ ها؟ چگونه هست که اون نیلوفر رو در هند و این بیت الاعظم رو در عکا به اون عظمت و بزرگی ساخته؟ این پول از کجا اومده؟ شما که همه تون از ایران و از ایرانی بودین آقایان بهایی ها. از انجلیس. نه این همه پول از کجا اومده؟ انگلیس جون به اسرائیل نمیده، هر پولی هم که خرج میکنه از کشورهای امثال ماها میگیره و خرج میکنه، یعنی به اسم خودش میزنه. حالا این از ما بر شما. بهتون بگم نه از الان دارم میرن قرم قرم رو شروع کردن، یارو به اسم پادشاه و رضاشاه و اینا اومده، هنوز فقط اسمش در اومده. میبینیم تو برنامه اون حشره تیوی میگه من از پادشاهی دفاع نمی کنم. شله پدر رحمتون کرده، دفاع نکنی، بکشین از ما کنار. فکر کردی چقدر طول میکشه؟ درسته که پدر مادر میاد، درسته که عده زیادتری میمیرن، درسته که همه این مصیبت ها در میاد، ولی شما چگونه بلند شدین برای 2000 رفتین همه چیتون رو فروختین؟ حالا بذار برگردن آقای دهکام. وقتی برگردن ما میبینیم بشون، میبینیم تمام اینا همه، تمام اونایی که طرفدار بلعخص پادشاهی بودن همه رنگ عوض میکنن، همه یه چیز دیگه میشن و متاسفم اولین قدمش هم این بود که 30 پیش یک کودتای ارتجایی، واپسگرا، متحجر، به نام حقوق بشر، به نام دموکراسی، به نام آزادی رخ داد و اولین قدمی که این حضرات برای رنسانس برداشتن این بود که بگن در اون دور اشکالات بود، اگر نه انقلاب نمیشه. امیدوارم که به هوش بیاین. اگر اسم هر کسی یا تخصصش هر چی بود، اون تخصص، اون علم دلیلی نداره که به تو متعهد باشه. تمام این کسانی رو که شکنجیگرای معروف هستن و تزریق میکنن و انواع چیزهای شکنجه رو تولید میکنن، اینا یه عده زیادیشون همین پزشکان و همین داروسازان هستن که داروهای روانگردان و این و اون رو تزریق میکنن.
همین افراد مهندسینی هستن که دستگاه‌های درست میکنن که تمام مراکز حساس بدن رو شکنجه میکنه. منی که بلد نیستم یه پیچ و مهره رو من بس کنم که اینجا نیستم، اینا هستم. این استبداد سیاه کلیساها رو در اروپا که اسمش گذاشتن رنسانس، میخوان شماها با یه مش مستبد دینی برای ما برین رنسانس درست کنی دینی و حزبی. واقعا خود همین دین باهایی بسیار مستبده، هم باهاییش هم مسلمانیش، بله همشون، بله همشون. رنسانس یعنی که اون اروپا خواست خودش از دین جدا بکنه، اینا تازه دینی های ما میخوان برن شاید بدل دارن میزنن. مثل عدم تمرکز حکومت مرکزی مثل فدرالیسم که مملکت ما به هم چسبیده، میخوان تیکه تیکش کنن بعد بگن آره ما اومدیم به چسبیمش. نه اینا همش پروپاگانداست. خانم حسین شما یه چیز خوبی گفتید، گفتید ترین هم اگر دین باهایی میگه بین زن و مرد مساوات هست، پس چرا یه دونه زن تو این کنگرهشون تو چیه تو بالاشون یه چیزی میگن نه کنترل میکنه همه رو از بیت الاعظم، بعد از بیت الاعظمش که نه تا مده چه هیچ وقت زن نبوده توش از روز اول تا حالا. پس من بدونم از این لجنزاری که داره جمع شده اونجا مگه میشه یک نوزایی، یک تولد، یک چیزی تو اون فرم یک نوع آوری بیاد بیرون؟ نه اینم یه تریک جدیده دیگه، مثل تا حالا دیدیم دیگه انواع اقسام تریک ها رو این 37 ساله اومدن دیگه که هی مردم عقب و عقبتر و پراکنده در بکنن. خیلی جالبه، دو تا آدم پیدا شدن، دو سه تا آدم پیدا شدن که شروع کردن راجع به پادشاهی صحبت کردن. آقا اینا رو هم بردن تو جرگه تو طبیله خودش. میدونی؟ بابا جا من نمیگم دیگه، میگه رنسانس در سده 1800 میلادی در اروپا به وقوع پیوست. دلیل آن تسلط و هژمونی بیچونه چرای قدرت مذهبی کلیسا بر تمام ارکان زیست جامعه آن روز اروپا بود. بله اون موقع زنها رو میسوزوندن، یا هر کی فکر میکردن که جادوگره یا جادو بلده، اینم بهانه اونا بود دیگه، زنده زنده میبستنش به صلیب میسوزوندنش. یا الان مثلا همین داعش رو میبینید میره اونجا مردم رو سرشون رو میبره، نمیدونم با چاقو میشینن سر مردم میبرن میکشن. اصلا کلن آقای بهکام رنسانس یه تحولی بود در سبک ادبی، در اون سلیقه های هنری، در آزاد شدن از استعمار و استبداد و این چه میدونم آریستوکراسی و از این چیزهای مذهبی در قرون وسطا. وسطا خب بله. اصلا حالا شما رفتین یه عده تندروی مذهبی و یه عده تندروی سیاسی رو برداشتین همه رو گشتین کنار هم، یعنی یه عده آدم متعجب و دارین تو بوق و کرنا میزنین برای من، بعد دارین براتون میزاونین. بابا کیو میزاییم؟ ما خیلی وقت زاییدیم، زیر همه چی هم زاییدیم. حالا دیگه ما دو مرتبه میخواییم ما رو بزاونیم؟ من دیگه ببینین جمع مسائل که جمع میشه اینقدر آقای بهکام باور کنیم بیشتر این که آدم تحلیل میره بل. از اینه که میبینه داره دو مرتبه این قافله رو به یه جای دیگه میبرن که آخرش همون مصیبت ها و بدبختی هاست، بعد هم اسمشی میذارن که این جماعت هم ندونسته میرن تو هم نمیتونی کاری بکنی. خانم حسینی الان یه چیزی الان علامتشون که گذاشتم روی صفحه یه چیزی یادم افتاد، نگاه بکنید تمام ادیان ستاره انتخاب میکنن. مثلا یهودی ها ستاره شیش پر داره، اسلام ستاره هشت پر داره، اینم ستاره باهایی هست که اگر پراشو بشمورید اینم نه پره، نه تا پر داره اینا
از اینجا. این یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه تا. این نه تا پر، نه تا زل داره. اینه که این برای میگم که اینا تو ذهن مردم بمونه. وقتی ستاره ها رو نگاه میکنم، مثلا یه چیزی مثل شورای ملی درست کردن، میبینی ستارهش هشت پره، یعنی مال اسلامه. یا آقای متانیاهو وقتی میاد صحبت میکنه، پشت سر شش تا پرچم یهودی میذاره، مال اسرائیل رو میذارن، به خاطر اون شش پری که اونا داره. در مسیحیت هم ما ستاره سپر داریم دیگه، گاد فادر انسان و چی؟ آره دیگه میگه آره گاد فادر سان اند د هولی گوست، یه همچین سپر. بکم جا از اول بگو، مسیحی ها سه تا، مسیحی ها سه تا دارن، مال یهودی ها شش پر. شما نگاه بکنید الان پرچم اسرائیل، نه تعدادشو بگو فقط، به شش تا دارن. مال اسلام هشت تا. شما تمام این آثار اسلامی نگاه کنید، این ستاره هشت پر که تو هم میگن، گاهی کلاشو گنبد میکنن، گاهی نمیدونم چی چی میکنن. بعد مال بهایی هم الان میبینی نه تاست، برای همین بهایی رو عدد نه خیلی چی، مثلا نه خیلی براشون مهمه. حالا نمیدونم وای دیگه برای چی اینا رو ازت پرسیدم. بله. پرچم امریکا رو دیدی؟ بله. باید برای این رنسانسی یه پرچمی درست کنن 36 تا توش ستاره بزن. چرا 36 تا؟ یعنی که مال مسیحی ها 3 تا شد، یهودی ها 6 تا، اسلام 8 تا، بهایی 9 تا. خب جمعش میشه 9 تا 8 تا میشه 17 تا و 3 تا میشه 20 تا، 26 تا، 26 تا ببخشید. و ستاره ببخشید، ستاره کمونیست هم که یک ستاره پنج پره دیگه. آه پس 26 ستاره سرخ، پس میشه 31 ستاره. بله. اینه که لطفا توجه کنید به اینایی که چیزه، حالا من نباید اینا رو بگفتم، ولی خب اون ستاره سرخ که نشانه از مارزه، مثل همون امپراتوری روم، تمام شنلاشون پراشون همه قرمز بود، میگفتن We are the sons of Mars. ما خود زرتشتی ها چند هاست؟ اونا رو از قلم انداختیم. اونا یه خورشیده. خب پس میشه 32 تا. آره. نه اونا میگن ما We are the sons of the Mars. الان مثلا میبینی خود کمونیست هم وقتی بودن ستاره سرخ رو درست کردن. ستاره سرخ همون مریخ یا مارز. اینا همه به هم ربط داره. و الان گفتم مثلا ستاره بهایی هم که ببینید 9 تا، چون عدد 9 اون چیزی که برای اونا مهمه میذارن، مثلا برای اسلام 8 تا، 8 تا ستاره میذارن، یهودی همیشه 6 تا است. انیوی بفرمایید شما الان. بله بفرمایید دیگه، یه 5 دقیقه دیگه ببندیم. بعد من میخوام بخواستم به همین جا ببینیم، باز گفتم برای این من نوشتم که طوفان نوع دیگری باید، برای که این قافله‌ای که داره اینطوری میره درست نمیشه. آقای بهبام، من اصلا نه اینکه بخوام به ناامیدی بزنم، نه اصلا مسئله ناامیدی نیست، مسئله این که مسئله تنها ایران هم نیست، کار اینقدر از یعنی سرشته آنچنان در رفته که من فکر نکنم که بشه به راه به جایی برد. با سپاس از همه عزیزان، والا ما یه منطقه بلاخیز داغ داریم که در سمت خاورمیانه است، پیغمبرخیز. یه منطقه سرد داریم که اونجا پیغمبرخیز مال روسا و انگلیسا و ایناست. اگه اجازه بدیم من از خدمت مرخص میشم، شب و روز خوبی علاوه تو آرزو میکنم. امیدوارم که با احساسات فکر نکنین حرف بزنین و هفته خوبی رو داشته باشین. مرسی خانم حسینی، خیلی ممنون از شما. شما هم همینطور هفته خوبی در پیش داشته باشید تا شنبه آینده، و اگر ممکنه برنامه تونه یه روز اضافه تر بکنید، چون واقعا یک روز کافی نیست. چون میخوایدم این برنامه رو من بزنم روی اسمش چیه، روی فیسبوک، اینه که باید مدت برنامه اولا تا